بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، 4 تیر ماه 1397 و 25 جون 2018، و ما هم در واشنگتن هستیم. هوا بسیار عالی، میشه گفت هوای بهاری نه تابستان. امیدواریم شما هم هر جا که هستید هوای زندگیتون خوب باشه. خب امروز بالاخره بعد از بدقولی هایی که من و آقای انصاری انجام دادیم، قرار از ساعت 3 بعد از ظهر با آقای احمد علی مسعود انصاری باشیم و صحبت های جالبی دارن که حتما این برنامه رو تماشا کنیم. قبل از برنامه من صحبتی داشتیم با آقای مرداد ساغرچی، فعال حقوق بشر از کانون آوا از آلمان. دیدن اون برنامه رو بهتون پیشنهاد میکنم. میدونید که برنامه ما همه روی یوتیوب به اصطلاح به صورت بایگانی و روی تلویزیون مردم هم معمولا برنامه خود من 1-2 روز پخش میشه، ولی برنامه این دوستان که هفتگی برنامه دارن تا هفته آینده هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. امروز اجازه بدید من یه مقداری تندتر به این موضوعات مختلفی که هست برستم، و اگر وقت کم آوردیم بعد از برنامه آقای احمدعلی مسعود انصاری ممکنه من 1-30 دقیقه هم اینجا میگن اکستندش کنیم، ادامه بدم برنامه رو و با شما باشم. حالا اجازه بدید که ما این دوستان فیسبوکی رو هم از به اصطلاح صفحه مردم تیوی، و امروز من از مردم تیوی، صفحه مردم تیوی دارم برنامه رو پخش میکنم، دوستان به من بگن که صدا چگونه هست. گفتمتون اینا معمولا تو آمریکا چون همه چی بر اساس پول هست، اول اگه اشکالی باشه یا اگر یک جایزه ای باشه، اون جایزه رو میدن به بیزینس ها، به اونایی که یه شغلی دارن و از اون پول اینا میتونن در بیارن، بعدن میدنش به آدمای معمولی. ما در هفته گذشته 2 نوبت دوستان گفتن که صدا مثل نوارا یادتونه خراب میشد، تو آفتاب میمون، و یا مثل آدمای مست که یواش صحبت کنن، برو دیگه چی میگی، اینجوری پخش میشده. البته ما بعدمون نمیاد در حین برنامه هم آبجو بنوشیم، ولی روز دیگه، حالا فعلا ساعت 2 بعد از ظهر، الان 2:09 دقیقه است و نه مستیم نه نوارمون پیچیده. این سیستم فیسبوکه که یک کمی هفته گذشته اذیت کرده، و ببینیم حالا شاید بهتر شده باشه. شما دوستان که صدای ما رو از فیسبوک گوش میدین و میشنوین بهمون بگین. اجازه بدین من اینا رو هم راه بندازم که شما ببینید. ضمناً اگر دنبال یک پورتال خبری خوب میگردید، مردم ریپورت که از سال 2009 مال ما بوده، مال تلویزیون مردم بوده، اینو ما میخوایم واگذار کنیم مردمریپورت.com، و پول آنچنانی هم نمیخوایم. همین پولایی که تو این سالیان دادیم میگیریم از شما، و شما میتونید برنامه رو داشته باشید. من تعجب میکنم آقای زاهد هفتلنگ از کانادا هی لطف میکنن با فیسبوک با من تماس میگیرن از طریق چت، ولی من اون روز بهشون گفتم من چت فیسبوک استفاده نمیکنم، و دیدید که وقتی استفاده کردم صدای ایشون توی یه قسمتی از فیسبوک پخش نمیشد. و برای من خیلی عجیبه که این دوستان دقت نمی کنن، توجه نمی کنن، و ببخشید من اینو میگم، نمیگن خب ما قراره بریم توی زمین و تیم اینا بازی کنیم، باید اقلا قانون بازی اینا رعایت کنیم. من هی برای ایشون میگم آقا من روی برنامه زنده هستم، ایشون دوباره زنگ میزنه. آقای زاهد هفتلنگ یا دوستانی که صدای من میشنون، اون آقای مسعود دوست مشترکمون، لطف کنید به ایشون بگید من فقط با قرار قبلی با کسی صحبت میکنم، نه آدم مهمی هستم نه آدمی هستم که خودم رو بگیرم، ولی امکانش نیست. دوستانی که روی فیسبوک مسنجر برای من پیغام میفرستن میبینن که یک پیام اتوماتیک به عنوان احترام به اونها
نوشتم که من به دلیل اینکه بیش از 20,000 نفر یا نزدیک به 20,000 نفر روی ایمیل و روی فیسبوک پیج خودم و روی فیسبوک پیج مردم تیوی و اینها دارم، قادر به جواب گفتن اینجا نیستم. و اگر شما واقعا کاری داری، به اون دوستمون در ریچموند ویرجینیا میگم، همسایمونه، 90 دقیقه تا اینجا رانندگیه، الان این روزا که همه با سرعت 90 میرن 1 ساعت فاصله داره، و شما حتی قبلا یادم یکی از دوستان به نام مجید برای من یک چیزی درست کرده بود روی اسکایپ که نوشته بودم تماس با وقت قبلی یه همچین چیزی، ایشون نوشته بود و این خیلی جالبه. آقا شما خونه مادرت هم که میخوای بری زنگ میزنی میگی مامان جون من دارم میام اونجا، چیزی میخوای برات بگیرم؟ این چه دردیه که ما یه رادیویی یه تلویزیونی تا طرف میاد، حالا دیگه یه چیزی تو فیسبوک هست فلانی ویوت یو دست تکون میده، اوکی انقدر شما دست تکون بده که دستت خسته بشه. بعد یه دوستی نوشته که آقا من میخوام با شما صحبت کنم. میگم عزیز من قبل از اینکه بیام تو اونجا، من یه استودیو دیگه کار میکردم، اونجا میکروفون نیست، برای که ما بین اون صحبت نکنیم میکروفون نداشته، طرف داره به من پول میده که براش کار کنم، دلش نمیخواد میکروفون داشته باشه، ولی من گوشی خودم رو میبرم اونجا، میتونم شما اگه پیام بذاری من گوش کنم. بعد مینیسته نه من میخوام با خودتون صحبت کنم. خب این توهینه، یعنی شما نوشته منو نخوندی. آقا اینجا با خودتو، اینجا که جن و روح و اینا ارواح خبیثه و ناخبیثه که نیست، که من نشستم دارم به شما میگم آقای ایکس، خانم ایگرگ، شما زنگ بزن به این شماره تلفن، زنگ بزن با اون تلفن فیسبوک مجانیت، زنگ بزن با اسکایپ مجانیت، پیام بذار. این چه درد بی درمونیه که نصیب ما ایرانی ها شده که نه آقا من میخوام با خودت صحبت کنم. چرا؟ که شما یه چی بگی من یه چی بگم، 3 دقیقه صحبتمون بشه 30 دقیقه یا بشه 1 ساعت. اون کسی که دستگاه پیامگیر رو اختراع کرد، درست کرد، برای چی بود؟ برای اینکه هی مردم گرفتارتر شدن، گفت خب اگه طرف خونه نیست براش پیغام میذاریم، اونم میاد وقتی که نگاه ساعتش میکنه، اگه دیر وقته زنگ نمیزنه روز معمولی زنگ میزنه، اگه من سر کارم اونم برای من پیام میذاره. به این صورت هم من پیام شما رو میگیرم، هم شما پیام من رو میگیرید، و حسنش هم اینه که وقتی شما داری حرف میزنی من نیستم هی بپرم تو حرفت، وقتی هم من حرف میزنم شما نیستی بپری تو حرف من. این یک. همین الان هم دوباره ایشون زنگ زد، خیلی جالبه. بله، در هر صورت ممنون و متشکرم از تمام دوستانی که اینجا هستن. حرف نداره، صدا و تصویر. فکر کنم پرویز از کانادا هست. بله، در صورت متشکرم کانادا. آقا تبریک بهتون میگم، کانادا هم کشیدن ماریجوانا را قانونی کرد، ولی از الان نرین شروع کنین ها، وقت دادن که از الان بکارید، اکتبر که این شادونه ها در میاد قشنگ شادونه ها رو بشینید و بکشید و برید تو هوا و هوایی بشین. وقتی اعلام میکرد هی میگفت دومین کشوری هست که کشیدن ماریجوانا رو به عنوان تفریح و تفنن آزاد گذاشته، چون خیلی جا هست میگه همین ویرجینیا که ما هستیم، میگه شما مثلا باید قشی باشی تا ما به نسخه دکتر بدیم، بعدم تازه بری روغنشو بخری، هنوز خودشو نمیتونی، ولی توی راه تو خیابونا ترافیک چراغ که قرمز میشه، طرف که وای میشه سیگار میکشه، اصلا تو ماشین شما میبینی، اگه بغلش هم وایساده باشی که بوی اسکانک، بوی جنازه اون حیوانی که پشتش یه خط سفیده، یا بعضی هم باور دارن که بوی تپاله میده، در اصل بوی تپاله هم بد نیست. میدونید اون وقتا تو خونه ها تپاله و اینها که آتیش میزدن، تمام این حشرات موزی و غیر موزی از بین میرفته. و یه دلیلی که اسفند هم دود میکنن، بعضی ها میگن اسپند، این هم سر ماجرای ایرانی و فارسی پ و ف اونا ندارن هست. بله، و همینه
که خونه های قدیمی چون تیر بوده، نه تیر آهن، تیر چوبی درخت بوده و روش هم حصیر مینداختن و توی اینها حشره زندگی میکرده و بعضی وقتا مریضی و جرم و اینها اونجا لانه میکرده، میمدن اسپند یا اسفند دود میکردن، بعد میگفتن اینجوری قضا و بلا ازتون دور میشه. و نگاه کن این زاغ انداختیم توش، شد چشم فلانی فامیلتون بهتون چشم زده. خانم لیلا میلانی میگه آی سربی، لطفی که شما به بیننده خود دارید هیچ برنامه گزار دیگر تلویزیون فارسی ندارد، اکثرا قول از خودشون هست، فول اکثرا فول از خودشون هست، فول از خودشون. از ما چه، از چی؟ ما چه اولاق بگو برای چش در، ما چه اولاق چی؟ من نمیدونم. There is some truth in that. بله نمیدونم، دستم ممنونم. مدت ها پیش من از این خانم لیلا میلانی خواهش کردم که بیاد یه برنامه بذاره در رابطه با خانم ها و بگه که این خانم ها، مخصوصا خانم های ایرانی، چه مشکلاتی دارن در آمریکا و از اون گذشته خانم ها در رابطه با آقایون چه مشکلاتی دارن. حتی اسمش هم براش گفتم، به انگلیسی میگن What Women Want WWW، خانم ها چه میخواهند. اینجا جوک میگن درباره خانم ها، میگن خانم ها همیشه بیشتر سوال دارن تا آقایون جواب. دلیلش هم اینه، طرف میگه که یکی از دوستان گفت که فلانی تصادف کرده براش دعا کنید. میگه منم اومدم تو آشپزخونه به خانمم گفتم فلانی تصادف کرده براش دعا کنید. میگه گفت که زنده میمونه؟ گفتم اینجا نوشته فلانی تصادف کرده براش دعا کنید. گفت زن بچه‌هاش هم تو ماشینه؟ خانم میپرسه. میگه اینجا نوشته فلانی تصادف کرده براش دعا کنید. ماشینش هم خراب شده، اینجا نوشته فلانی تصادف کرده براش دعا کنید. این هم خب دیگه جوکه، جوک یا طنز حقیقت زندگی رو در قالب شوخی به من و شما میگه که من و شما یکم فکر کنیم، بگه منم همین جورم ها، منم وقتی یک کسی یه چیزی میگه هی پیله میکنم، بابا این طرف اینقدر از این خبر رو میدونه، یکم صبر کنم همه این خبر رو بعدن به اصطلاح میتونم داشته باشم بدون اینکه این بنده خدا رو آزار رو اذیت کنم. دوستان شما حتما تو برنامه ها شنیدید، تو نوشته هام دیدید، به جای در مینویسن درب. و من وقتی اینا صحبت میکنن میگن ما رفتیم درب جنوبی، خندم میگیره. کدام یک از شما، کدام یک از شما تو صحبتاتون، توی مهمونی ها، توی کلاس درس، توی دانشگاه، سر کار، وقتی صحبت میکنید به یه نفر میگید که من دیروز آمدم در به منزل شما و شما نبودید؟ خب اگر میگیم اومدم در خونتون نبودی، چرا بعد که صحبت میکنیم همینو نمیگیم؟ چرا دو شخصیتی میشیم؟ چرا سه شخصیتی میشیم؟ یه ایراد به خود من، من الان تقریبا دو شخصیتی هم. به دوستان شیرازی که میرسم هی تلاش میکنم که شیرازی تر صحبت کنم، به دوستان تهرانی که میرسم تلاش میکنم، حتی ببینید تلاش و تلاش رو هم عوض میکنم که تهرانی تر صحبت کنم. با امید روزی که هممون سخن دل رو بگیم، سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. شاید من تو این 20 سال گذشته اگه اسم این رو بتونیم موفقیت بذاریم، شاید تو این 20 سال گذشته دلیل موفقیت من همین بوده که از روز اول از دل سخن گفتم، اون چیزی که تو مغزم بود بدونی که بچرخونمش. اینجا یا میگن politically correct، بیام درستش کنم، یه چیزی نگم به این بر بخوره، یه چیزی نگم به اون بر بخوره. من میگم اگه به شما بر میخوره یعنی شما اون ایرادو دارین و شما باید خوشحال باشید که ایرادتون رو سربی آمد و گفت و یا اومد و گفت و شما رفتید ایرادتون رو برطرف کردید. و تازه باید تماس بگیرید بگید آقا من این ایرادو داشتم و شما که گفتی فهمیدم، اینم $100 برای تلویزیون مردم. حالا ببینیم چند $100 میاد. و اما من دیروز یا پریروز به یه نفر قول دادم که امروز صبح دوشنبه برای پدر ایشون 4 تا کتاب پست کنم، چون ایشون تا صحبت کردیم و من گفتم این کتابه هر چی خواستید بدید، ولی ما میگیم $25 که بتونیم حداقل مخارج رفتن پست خونه و پول پست و اینا رو بدیم.
و ایشون گفت که خب من 100 دلار میفرستم. گفتم خب پس منم به جای یک کتاب 4 تا کتاب میفرستم. امروز صبح وقتی رفتم توی بیسمنت که اینو درست کنم، گفتم نکنه من یک کتابی بفرستم که بابای ایشون این کتاب رو داشته باشه. پس بهتره یه سری عکس بگیرم از این کتابایی که هم مال خودم بوده هم مال دیگران بوده. هم آقای پتیک واقعا لطف کرد، رفت 2 تا 3 تا کارتون بزرگ پست کرد از کتابایی که خریده طی سالها و خونده و همه رو علامت گذاشته و اینها. و ما اینجا سیستم فروشندگی خوبی نداشتیم تو بتونیم اینا رو بفروشیم. سعی میکنم یه ویدیو جدا درست کنم فقط برای کتاب ها و اون ویدیو رو هم بین برنامه ها پخش کنم و هر کتابی که فروش رفت اون کتاب رو خط بزنم. صحبت از کتاب، من نمیدونم اون کسی که این کتاب رو به چاپ رسونده از بی سلیقگی اینجا اسمش رو اینجوری نوشته، یا اینکه این کتاب یه جلد کاغذی دیگه داشته روی اون کاغذه جلد نوشته. ولی اینجا نوشته از آلاش تا آفریقا خسرو معتزد و این رو خود ایشون برای من پست کرده، فکر کنم چون فکر نمی‌کنم جزو کتابای پتیک باشه. در صورت شما هم حتما دیدید یه کتابایی هست که روی جلد اصلیش برای که ارزون‌تر باشه به اصطلاح ایمپرینت نشده، بعد یه کاغذی روش هست که اونم یه مکافاتیه، یه کاغذ میره بالا میاد پایین اینها. ولی این کتاب 1000 صفحه هست از آلاشت تا آفریقا. آلاشت محل تولد رضا میرپنج یا سردار سپه و آفریقا هم جایی که ایشون فکر میکرد دارن میفرستنش هندوستان، فرستادنش آفریقا و همونجا فوت شد و الاخر. 1000 صفحه است و اگه اجازه بدین من براتون فصل اول اون پاراگراف اولش رو بخونم. نوشته فهرست کتل امامزاده هاشم. اونایی که جوانتر از من هستن ممکنه کتل رو ندونن چیه، گردنه ندونن چیه، ولی اون وقتا این پیچ و خمهای جاده های ایران کتل داشت، گردنه داشت، مثلا میگفتن کتل پیرزن، گردنه اسدآباد فلان اینها. البته این مال ماها هست که دشمن پادشاهی هستیم، ولی اونایی که طرفدار پادشاهی هستن میگن جاده های ما خوب نبود چون ما احتیاج نداشتیم، هممون هلیکوپتر داشتیم، هممون هواپیمای شخصی داشتیم، یا با هلیکوپتر میرفتیم یا با هواپیما میرفتیم. جاده میخواستیم چه کار؟ جاده مال این عقب افتاده های آمریکاییه، جاده مال این عقب افتاده های آلمانیه. میگه برف میبارید، سرما بیداد میکرد، زمستان خیال رفتن نداشت. با اینکه ماه حمل بود، هود با برف و برودت و یخبندان خود همچنان ادامه داشت. من اولی که این خوندم اشتباه کردم، گفتم این چرا، اولا ماه حمل یعنی فروردین، هوت یعنی اسفند، چرا اینجوری نوشته و چرا دو تا ماه رو نوشته؟ بعد میگم اینه. ولی حالا که دوباره خوندم نوشته که با اینکه ماه فروردین بود ولی سرمای ماه اسفند بود. و باز من نمیدونم این دوستان چه اجباری دارن وقتی من و شما داریم تو قرن 20 قرن 21 صحبت میکنیم، بیایم ماه حمل و هوت رو بنویسیم، بعد این پایین بیایم بنویسیم 1 هوت یعنی این، حمل یعنی اون. در اصل نمیدونم. این کتابم موجوده جز کتابایی که اگه کسی میخواد، اینقدر ماشاءالله 1000 صفحه است، این حداقل 30-40 دلار باید بدید تا خرج پستش در بیاد. و اما اجازه بدید چون راجع به کتاب صحبت میکنم یه توضیح رو برای اونهایی که یا من اشتباه گفتم یا اونا اشتباه شنیدن به اصطلاح صحیح تصحیح کنیم یا کرکشن. جمعه بعد از برنامه یه نفر تماس گرفت گفت آقا من اون کتاب خدا سالاری آقای امیر حسین لادن رو میخوام، این کتاب راجع به چه موضوعی هست؟ راجع به رضا شاه دیگه، از آلاش تا آفریقا. بذار فهرستشو برات چیز کنم. نوشته فصل اول کتل امامزاده هاشم، فصل دوم قزاقخانه، فصل سوم قزاقها چگونه خدمت و زندگی میکردن، فصل چهارم رضا از قزاقی تا سلطنت، فصل پنجم رضا بر اریکه قدرت یک دیکتاتوری، فصل ششم ملاک بزرگ آسیا، فصل هفتم خصوصیات اخلاقی و زندگی شخصی، فصل هشتم ایران در آخرین سالهای سکوت و اختناق، فصل نهم
صلیب شکسته و شیر خورشید، اینو باید برای آقای افشین عبداللهی بفرستم. فصل دهم جنگ جهانی دوم ایران. فصل یازدهم تشنج و بحران زیر خاکستر بیطرفی. فصل دوازدهم انگلیسی ها ناراضی هن. فصل سیزدهم یورش به ایران. فصل چهاردهم ستاد عالی جنگ و مقاومت، ستاد عالی جنگ و مقاومت میسر نیست. فصل پانزدهم ارتش از هم پاشید. فصل شانزدهم او باید بماند یا برود. فصل هفدهم از اصفهان تا بندرعباس. فصل هجدهم کشتی بندرا. فصل نوزدهم روی آبهای گرم اقیانوس هند. پس میشه از اول تا آخر، از تولد رضا شاه تا فوتش. و اگر کسی این کتاب رو بخره $50، این رو هم ما میذاریم روش براتون میفرسیم. دو تا کتاب به این سنگینی من فکر کنم $10-15 فقط توی آمریکا من باید پول پست بدم. و این وقتی که من به آقای امیر حسین لادن یه ایمیل نوشتم و نوشتم من چون تو برنامه ها از کتاب شما صحبت کردم، کتاب شما رو هم یه مقدارش خوندم و دوست دارم این کتاب رو به صورت هدیه بدم، هدیه و مجانی بدم به دوستانی که از تلویزیون مردم حمایت کردند، اگر من آدرس اونا رو بفرستم امکان داره که شما از اونجا بفرسی من پولش رو بدم؟ ایشون به اصطلاح خیلی با چی میگن بخشش و بزرگواری گفت که اصلا لازم نیست این کار انجام بدید، من برای شما چند جلد میفرستم. من فکر کردم ایشون 10 جلد میفرسته، 15 جلد میفرسته، چون توی هر باکسی 16 تا هست، ایشون 16 تا از این کارتونا رو فرستاد، 48 تا از این کتابا رو ما داریم. دوست عزیز اگر شنیدی من گفتم اینو من مجانی میدم، من کادو میدم، از خودت نپرسیدی سربی چرا باید اینو به من مجانی بده؟ وقتی که میگن حتی آزادی مجانی نیست، البته من وقتی انگلیسی ترجمه میکنیم even freedom is not free، به فارسی خیلی معنی نداره، ولی به انگلیسی چون اون با freedom با free شروع میشه، اینم free، خیلی خودشو جا میندازه و قالب خوبی داره. میگه اینجا باز آمریکایی‌ها میگن there is no free lunch، یعنی نهار مجانی به کسی نمیدن. البته ما ایرانی‌ها چون مفتخور بودیم با نهارای نظری با حرف مفت بزرگ شدیم. بابا تلگراف خونه وقتی اومده تو ایران برای که طرف رو تشویق کنه بیاد اونجا گفته مجانی، بیان حرف مفت بزنید ما برای فامیلتون میفرستیم. انقدر مردم رفتن که اون اداره مسئول بالا وزیر یا هر کی بوده گفته آقا دیگه حرف مفت تموم شد. این که ما میگیم دیگه حرف مفت تموم شد اینه. در صورت حالا اگر خیلی از دوستان دیگه هم مثل این دوستمون گفته آقا یه تلویزیون خوب پیدا شد به جایی که فرش بفروشه و کلا سر اون بذاره و نمیدونم هی بگه پول بدی، این کتابه، این مجری شیرازیه، یه کمی هم خلوچل کتاب مجانی رو ما میده. آخه من چرا این کتاب رو که آقای لادن زحمت کشیده چاپ به چاپ رسونده، پول خرج کرده، زحمت کشیده، پول پست داده، من به شما مجانی بدم؟ بعد از اون گذشته حالا دوستون میگه شما برای من اینو پست کن من برای شما پول میفرستم. میگم آقا جون درست شما میری تو چلو کبابی اول خوراک میخوری بعدن پول میدی، ولی اینجا من گفتم به دلیل این که ما نه رستوران هستیم نه گارسون و آشپز و خدمه داریم، اینجا بیشتر مثل یه مغازه کوچولو نقلی، تلویزیون نقلی، مثل مغازه سر کوچه‌تون بقالی بوده، میای میگی بابا شاپور یه شیر پاستوریزه میخوام، بهت میده میگه 5 تا، بعضی وقتا پولا رو اول ازت میگیره که اگه داد دستت انداختی شکوندیش این مال اون نباشه مال تو باشه. بعد به این آقا میگم آقا این کتابو شما بگید بخون، فعلا 1000 صفحه براش کتاب فرستادم، برو پول اونو بفرست برات پست میکنم. بهش برخورده میگه آقا شما تو برنامه‌ت گفتی مجانی. میگم آقا غلط کردم اگه گفتم مجانی، که نگفتم، گفتم آقا هدیه میدم به هوشنگ، هدیه میدم به پتیک، هدیه میدم به آقای ایکس، هدیه میدم به آقای ایگرک که
چند سال، حالا یا با ماهی 10 دلار یا با ماهی 30 دلار حمایت کردن، هدیه میدن به احمد از فلوریدا که اینقدر باز همت و غیرت داشته هر ماه 30 دلار میفرسه، این ماه که ما خواستیم بهش یه هدیه بدیم بعد از چند سال 60 دلار فرستاده. خب اصلا آدم ها رو چجوری ما میتونیم بشناسیم؟ از حرکاتشون، از کارهایی که انجام میدن دیگه. در صورت دوست عزیز، من اگر گفتم مجانی، من اشتباه کردم. مجانی اونم نه مجانی، به صورت هدیه برای کسانی که چیزه. ولی من باید اینو برم بسته‌بندی کنم، آدرس بنویسم، بعد ببرم پستخونه. تازه وقتی میگم این کتابه که نرخ کمتری میگیرن، همونجا بستگی به جایی که شما هستید، فاصله‌ای که با ما دارید، بین 4 دلار تا 6 دلار چی میکنن. اگه دو تا کتاب باشه خب میشه بدین مثلا 6 دلار تا 10 دلار. این توضیح فکر کنم باشه. هر چی هست کتاب جالبی باید باشد. نخوندمش من، دروغ. چرا؟ من بیشتر ویدیو نگاه میکنم و بیشتر کتابای آدیو گوش میکنم. البته مثلا 3 هفته پیش رفته بودم یک جابی، یک شغلی، و از به اصطلاح وقتی میرفتم یه جایی باید یه ساعت نیم دو ساعت وای میسادم، این کتاب آقای انصاری تو ماشین بود و این کتاب رو خوندم. میتونم بگم دو سومش رو خوندم و دیدم کتاب جالبیه، با وجود که من دوتا کتاب قبلی ایشون رو هم خونده بودم، ولی توی این کتاب ناگفته هایی از تاریخ معاصر یه چیزای جدیده. مخصوصا ایشون بعد از فوت رفسنجانی یه چیزایی رو در رابطه با رفسنجانی و دولت آمریکا میگه. یه توضیح دیگه که باید بدم، این ماجرای آقای چمناراست. بذارید من اینجا بنویسم آقای چمنارا، دقیقش هم بنویسم، 2:33. من خودم هم متوجه شدم بعضی وقتا یه موضوعی رو شروع میکنم، بعد یا یه ایمیل میبینم یا وسط صحبت یه کلمه‌ای پرت میشم، از اینجا میرم فیسبوک دیگه مزید بر علت شد و قوز بالا قوز شد. یه چیزی یه نفر مینویسه، اونم نظر اون به اصطلاح نظر ما رو پرت میکنه و اینها، و میخوام واقعا به قول آمریکایی‌ها stick to my note، یعنی بچسبم به این یادداشتایی که نوشتم و به ترتیب اینا رو بخونم. مثلا اینجا نوشتم آقای انصاری 3 بعد از ظهر امروز، آقای چمنارا 4 ساعت 2:30، چون ساعت 3 با اون دوستمون از خلیج فارس هستیم. روز جمعه من گفتم من دو بار در برنامه ها راجعه با آقای چمنارا و دوستانی که احیانا اونا هم از ایشون مسلمتر هستن صحبت کردم و گفتم من نمیدونم چرا این دوستان به هم دعوا میکنن و فوش میدن و همدیگر رو متهم میکنن که مأمور جمهوری اسلامی هستن، وقتی که هدفشون یه چیز دیگه هست، یه جای دیگه هست و اینها. و آقای چمنارا گفت من ندیدم کجا بوده. گفتم آقا من نمیتونم برم برنامه رو بشنم، از اول تا آخر نگاه کنم ببینم کجا بوده چی بوده برای شما بفرستم. و به همین خاطر روز جمعه، باز میگم روز جمعه، گویا من وقتی اسم آقای سهراب چمنارا و ویدیوهاش و برنامه‌هاش و کتاب قانون اساسی و اینها رو آوردم، گویا باز از این شاخه پریدم به یه شاخه دیگه‌ای و نگفتم. به همین خاطر سعی میکنم چهارشنبه با ایشون یک تماس تلفنی داشته باشیم تا این موضوع. دو تا ایمیل بود به دو نفر نوشته بود، اونها ایشون رو و پدر ایشون رو، آقای چمنارای بزرگ رو، درویش رو، اونو متهم کردن که اینها اصلا ملازاده و آخوندزاده و نوکر آخوند هستن و اینها. مصاحبه‌ای با آقای چمنارا خواهیم داشت. اینجا از ایشونم عذرخواهی میکنم اگه من به اصطلاح اسم ایشون رو گفتم ولی اون بحث رو تموم نکردم. و اما آقای چمنارا چهارشنبه ساعت 2:30 با ما خواهند بود. آقای مازیار شکوری درباره اعدام درویش، بذارید اینجا بنویسم، بله، درباره اعدام درویش محمد سلاس یه صحبتی کرده، یه لهجه خیلی قشنگی هم داره، فکر کنم ایشون آذری باشه. بعد من دیدم هر چی ما گفتیم ایشون هم گفته، و ایشون هم نویسنده است، هم محقق، هم فعاله. و گفتم ما هم یکی چشمون نزنه، ماشاءالله حالا نویسنده نیستیم ولی مثل اینکه یک کمی این بالاخونه کار میکنه.
و از ایشون دعوت کردم اگر دوست داشته باشه مهمون برنامه باشه تا در این باره صحبت کنه. خیلی قشنگ منطقی میگه آقا ببینید گور پدر این آخونده، اینا هر کی ما بگیم هر کی بخوان اعدام میکنه. و باز جالبتر میگه هر کیو ما میان تومار مینویسیم و تلاش میکنیم اونا زودتر اعدام میکنن که ما نشون بدن شماها هیچ کاره هستیم. ولی میگه این آقای سلاس وقتی اومدن گرفتنش، ایشون اتوبوس به نامش هست مال اینه و خودش اومده گفته من اینجوری بودم، احساساتی شدم، فلان شدم، فلان. بعد حالا که میخوان اعدامش کنن گفته من نبودم و به زور از من اغراق گرفتن و فلان اینها. و خلاصه خیلی منطقی ایشون صحبت میکنه و سعی میکنم این آقای مازیار شکوری رو یه جوری تو برنامه داشته باشه. ما وقتی اینجا نشستیم دوستان میفرستن، خودمون رو صفحه های مختلف که داریم قلوم میزنیم، شما میگین قلوم میزنیم، دوستان افغانی میگن میچرم. وقتی که میچریم چه فرقی داره؟ گاو و بره گریز میکنن، میچرن، میرن توی الفزار تا الف بهتری پیدا کنن. من و شما هم فروشگاه که میریم میچریم دیگه، چراندن، چریدن. در هر صورت وقتی که قلوم میزدیم گشت و گذاری در وبسایت ها و اینها، به یه نوشته برخوردم که اینو آقای جاماس به سلطانی نوشته. میدونید مثلا لهراسب رو بعضیا لهراسبم میگن، حالا من نمیدونم این جاماسب درسته یا جاماسب، اب نداره، اسم اسم. مخصوصا ما ایرانی ها که ا او نداریم خیلی نمیخوان. من یادمه یه بار با آقای دکتر پارسا بناب گفتم آقای پارسا بناب بیاین اینجا، گفت سوربی همه به من میگن پارسا بناب، ولی چون تو آدمی هستی که پی میگیری و روش نشد بگی ملا لغتی هستی، گفت عزیز من این بنابه، بناب یه محلیه که من اونجا دنیا اومدم و من دکتر یونس پارسا بناب هستم. اینم از این. و اما این آقای جاماس به سلطانی، اینی که من به دوستان میگم، به دوستان بیننده، شنونده، خواننده، فامیلتون، دوستانتون احترام بذارین و اگر شما مثلا پیاماتون رو چک نمی کنین روی پیامگیر تلفنتون بگید لطفاً اینجا پیام نگذارید، من پیامها را کنترل یا چک یا نگاه نمی کنم یا گوش نمی کنم. نه که طرف میگه که حتی بعضی ها صدای خودتونه، خیلی ممنون که به من زنگ زدید، لطفاً پیام بذارید، به مجرد اینکه بتوانم با در اسرع وقت با شما تماس میگیرم. بعد از سه هفته میبینیش میگه آقا برات پیغام گذاشتم، میگه آقا من که پیامامو چک نمیکنم، مثل من پررو باشید. بگید خب غلط میکنی، به قبر پدرت میخندی که پیام میذاری و نمیگی که پیاماتو چک نمیکنی. این آقای جاماس یه مقاله نوشته بود یا یه ویدیویی داشته، ما به نظرمون جالب اومد، دعوت کردیم ازش، نمیدونم یه ماه پیش، سال پیش، کی، ولی خودش بعدن برای من یه چیزی نوشته بود که آقای سوربی من این پیام شما رو الان دیدم و هنوزم مایلید مصاحبه کنید؟ گفتم والا من اصلا یادم نیست راجع به چی بوده با شما بخواستم صحبت کنم. و دوست عزیز، شما که فعال سیاسی، اقتصادی، فکری، تحقیقی، فعال حقوق بشر هستید، باید یه مقداری توی ارتباط، اینجا بهش میگن PR، Public Relation، یا ریسپانسیو بودن، یعنی فوری با مردم جوابگو بودن تقریبا میشه، ریسپان میشه جواب دیگه. یه نفر پیام میذاره، من بهش زنگ میزنم. اون روز همین دوستی که برای پدرش زنگ زد خیلی قشنگ پیغام گذاشته بود، حسین آقا هر جا هستی خدا تو رو برای بابات زنده بذاره، بابات رو برای تو زنده بذاره، که چقدر قشنگ این پیام رو گذاشته بود. من حسین هستم، آقای سوربی پدر من برنامه‌های شما رو تماشا میکنه، در برنامه‌های شما دو تا کتاب، یکی این و ایشون این کتابا رو میخواد. و من بهش گفتم خب خیلی ممنون، شما ما این کتابا رو میدیم به کسایی که یا حمایت کردن قبلا مجانی، اون دوست ما فقط این مجانیشو شنیده بود، یا اونایی که میخوان یک مبلغی حمایت میکنن تا ما بتونیم وقت بذاریم بنویسیم ببندیم بریم پستخونه براش بفرستیم. ایشون گفت من اصلا وارد نیستم. چند؟ گفتم آقا 25 دلار برای هر کتابی. گفت خب من 100 دلار میفرستم. گفتم خب من 4 تا کتاب برات میفرستم.
در هر صورت خیابون باید دو طرفه باشه. عشق، سوسن بیچاره گفت آخه عشق یک سره باعث درد سره. من اینجا بمیسم، حسین آقارم گفتم ساعت 2:41 و آهان، وقتی امروز میخواستم کتاب ها رو پست کنم بهتون گفتم که با این سوال به اصطلاح برخورد شد که من اگه این کتاب بفرستم و ایشون داشته باشه یک کار بی خوده و ایشون نشسته منتظر 4 تا کتاب، میبینی 2 تا کتاب گیرش میاد، همین 2 تا کتابی که خودش گفته ندارم. یک بار دیگه از آقای امیر حسین لادن به خاطر این کتابایی که به تلویزیون مردم ایشون هدیه داده تا ما بتونیم به دوستانی که بهشون مدیونیم هدیه بدیم به صورت مجانی و بتونیم به دوستانی که همت عالی دارن این رو بدیم، امیدوار باشیم همت عالیشون بهشون دستور بده که آقا خب تا هم باید یه پولی به این تلویزیون بده. ماجرای تلویزیون مردم رو بارها براتون گفتم. من سالها پیش وقتی که برای دولت اینجا کار میکردم و خیلی پول میساختم، آمدم و دیوانه ایران شدم، دیوانه ایرانی ها شدم. اینجا بهش میگن همسیک، غربت زد توی کلمون و گفتیم بابا بریم حالا یه وقتی هم توی ایرانی ها بچرخیم. آمدیم و این تلویزیون رو راه انداختیم. البته من قبلش 5 سال تو تلویزیون های دیگه بودم، از 1998 تا 2003. وقتی دیدم آقا هر کدومشون یک مشکلی دارن و مشکلشون هم از لحاظ خودشون منطقی اصلا به من ربطی نداره، گفتم آقا این نمیشه، ما تلویزیون خودمون رو باز میکنیم. 2003 اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی در آمریکا سربی باز کرد به نام مردم تیوی. حالا بعد به این بهبانی معتاد عقب افتاده و دیگران یاد دادیم تلویزیون بزنن اونها بمانند، که اونم تقصیر خانم لیلا انصاری بود و واقعا نمیدونم، من هنوز از لیلا انصاری بابت این کار دلخورم، چون تا باز کردیم همون آقای بهبانی معتاد با وجودی که این بنده خدا بهشون پول میفرستاد و اینها کلی قهر زد به لیلا انصاری و اینا بمانند. البته اب نداره دیگه، گذشت رو. این تلویزیون رو باز کردیم گفتیم بابا این یه ماشینه که شما را به مقصدتون میرسونه، یه ماشین نو خوب لوکس 100% دیجیتال و یه راننده خوب، راننده‌ای که 32 سال در آمریکا رانندگی کرده، در آلمان بیش از 1 سال رانندگی کرده، در ایران بیش از چند سال رانندگی کرده و یک دونه تصادف یا یک دونه تیکت نداره. اتوبوس یا ماشین مجانی، راننده مجانی، میاد شما رو در خونت سوار میکنه تا ببره به مقصد برسونه. خب ای با غیرت، خوش غیرت، میدونی که وقتی اینجوری میگن یعنی ای بی غیرت، بد غیرت. خب تو هم بگو سوربی خیلی ممنون که آمدی، من برات قهوه درست کردم، من خانمم نهار درست کرده، تو را نهار با هم میخوریم، راستی اینجا وایسا بنزین بزنی. سوربی میگه نه، اون مسافر قبلی هم ایرانی بود، اون پول بنزین داده، بنزین پره. بگو خب وقتی رفتیم منو رسوندی یادت باشه من یه پولی بدم بنزین بزنی. این بیغیرتی، این خوشغیرتی ما که ما را امروز به اینجا رسونده. حالا هی بشینید بنویسید تهران شلوغ شد. خب شلوغ شد، شلوغ شد. طرف اومده تو تهرانم میگه بی غیرت، بی غیرت. میگم آقا این پیام بی غیرت، بی غیرت یعنی چی؟ تظاهرات باید پیام داشته باشه، باید پیامشو منتقل کنه. به همین خاطره که میان بنر درست میکنن، کارت درست میکنن، کاغذ مقوا روش مینویسن که اون کسی هم که حتی کره نمیفهمه صدا رو بتونه بخونه. یه مشتی آدمی مودن اونجا بنده خدا کارشون هم تعطیل کردن، بی غیرت، بی غیرت. خب به کی هستن این بی غیرت؟ البته ناگفته نماند، یه جایش مثلا آمدن میگن مرگ بر دیکتاتور، این خیلی خوبه و دولت ایران الان باید نگاه کنه اگه اینا که میگن مرگ بر دیکتاتور به شما بر میخوره، آقایون آخوندا شما دیکتاتوری. اگر آقای ترامپ وقتی میان اینجا تظاهرات میکنن یه چیزی میگن بهش بر میخوره، آقای ترامپ شارلاتان، شما همون چیزی هستید که اینا بهت گفتن بر میخوره. اگه من گفتم دزد شما ناراحت شدی، شما دزدی.
در صورت اینم از این join too late for کتاب ناگفته ها. بله بیهوش در باد از مرگ نوش دارو. شما نوشتی بیهوش، بیهوش دارو بعد از مرگ سهراب است. نه عزیز من، خیلی کتاب ها هست الان راجع به افلاطون و سقراط و اینها صحبت میکنه. چقدر چند وقت پیش اینا بودن، اونام بی خودن. یک کتابی طرف خاطرات زندگیشو میگه، اینام بی خودن. خیلی کتاب هم هست از امروز صحبت میکنه، خیلی کتاب هم هست از آینده صحبت میکنه. یه فیلم میدیدم نوشته بود این آقا شما رو به 600 سال آینده میبرن، یه فیلم مزخرف بد ایرانی درست کرده بودن. شما هستی که این کتاب رو میپسندی که درباره گذشته و تاریخ و اینا صحبت میکنه، اون یکی اون کتاب رو میپسنده، اون یکی اون کتاب. هیچ وقت اینا رو نمیشه بگیم بیهوده هست. بیهوده یعنی بدون نفع، بی اثر. هوده یعنی یه چیزی خوبی داشته باشه، پاداشی، اثری چیزی. خب ما 13 دقیقه وقت داریم و انقدر عکس و انقدر این فری همشهری ما که من وقتا فکر میکردم ایشون یک این براتون بگم، یه دفعه با این آقای علی پورتاش ما در تماس بودیم، اینم ما دیدیم خیلی ما رو تحویل گرفت و اینا، گفتیم که چه آدم خوبی، حتما برنامه ما رو نگاه میکنه اینا. بعد نگو این آقای علی پورتاش فکر کرده بود من پریسا هستم و یه دختر خانمی هستم، حتی عکس منو نگاه نکرده بود. و اینم حالا گفته بود خب میام ویرجینیا مثلا با پریسا خانم میچرخیم. بعد دشمن خونین ما شد بدون اینکه منو بشناسه. برای چی؟ بهش گفتم آقا شما که اینقدر منت فرح خانمو میکشی، هم شما هم آقای اردلان اینا یه بنیاد کودک یا چی بوده شما رفتین کتاب خونه اینا. ما آقا اداره فرهنگ و هنر بچهای شیراز یادشونه، اول خیابان گلکوب دم اداره بهداشت بود. آقا من از خیابون آسونه بلند می شدم پیاده می رفتم اونجا و این بیناموسا که اسم ما رو نوشته بودن برای موسیقی و برای سینما، هیچ وقت نه موسیقی اونجا آوردن نه سینما. خب اینا رو اگه من میگم، من دارم شرح حال خودم رو میگم، تو چرا به من فوش میدی آقای علی پورتاش؟ راستی علی پورتاش خبری ازش نمیبینم، اون وقتا نمیدونم ننه قمر بود، ننه قمر چی بودم چیز. This about Iran and those people who did not inform people not to fall for خر دجال رو. آها اینو من با شما هم عقیده هستم، اینو من با شما هم عقیده هستم. اتفاقا یک کتابی هست راجع به نوشته های خمینی صحبت میکنه و من برای اون دوستم اون روزی که این کتاب فرستاد گفتم آقا نوشته های خمینی رو که الان دیگه ما احتیاج نداریم، ما اصلا با گوشت و پوست و استخوان حس کردیم. اون جوکه بود میگفت که دیدی، گفت حس کردی، گفت هم حس کردم هم دیدم، یه جوک بدیه. شما اون موقعی که این چیزها رو میگفت و مینوشت شما کجا بودی؟ اگه نبودی الان داری از بازار روز و از این بازار آشفته به اصطلاح میخوای یه نونی برای خودت خمیر کنی، یه خمیری نون کنی، یا از این کلا، از این نمد یه کلاهی بسازی. بماند پس از اعتراض تا انقلاب جاماسب سلطانی، برگردیم نوشتهشو من براتون بخونم. از ایشونم دعوت کردم که یه روزی مهمون ما باشه، حالا اون روز و اینها کی دیگه باید بعدن معین کنیم. از اعتراض تا انقلاب، این آقای جاماسب، نه این وقتی رئیس جمهوری ایران یادش نبود سال حمایت از تولید داخلی است. اینم جالبه براتون نشون میدم، درست همون کاری که این زن ترامپ شارلاتان اینجا انجام داد و روزی که داشت میرفت به این بچه ها نشون بده که من به اصطلاح برام مهمه که شماها رو زندانی کردن، آمد یه کوتی پوشید که روش نوشته بود من هیچی برام مهم نیست، من اصلا برام مهم نیست، شما چطور؟ این آقای روحانی هم، البته من هرچی عکس دیدم از ایشون تو لباس آدم های معمولی دیدم پیرنگرم و شلوارگرم و اینا میپوشه و خب این پیرنگرم و شلوارگرم و اینها معمولا مارک خارجیه. البته ناگفته نماند که اون بیچاره، اونایی که تو کار پوشاک
میگه که نیمه اول تمام شد، ایران 1-1 عقبه. خب خیلی ممنون. در صورت اون امروز هم مسابقه فوتباله، این مسابقه فوتبال هم میاد میزنه تو ریپ برنامه های ما، مهم نیست. همون جوری که همسر ترامپ شارلاتان اون اوورکوت رو پوشید که اصلا هیچ مناسبتی با اون روز و با اون جریان نداشت، گویا این آقای روحانی این لباس ها رو که پوشیده یه مقداری سر صدا به پا شده. العربیه نوشته که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 24 ژوئن یعنی دیروز، در حالی که به همراه چند تن از اعضای دولت به یک سفر تفریحی به ارتفاعات توچال در شمال تهران رفت که برخلاف شعار رهبر ایران و نامگذاری سال 1397 شمسی تحت عنوان سال تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی نام گرفته بود، پوششی کاملا خارجی بر تن داشت. روحانی در این سفر تفریحی کوتاه، مثلا ببین این روزنامه نگاری غلطه دیگه، وقتی بالاش نوشتی سفر تفریحی کوتاه به توچال، اینجا شما می‌نویسی روحانی در این سفر، دیگه من می‌فهمم این سفر هم تفریحی بوده هم کوتاه بوده هم به توچال بوده. آقا من تو سه جمله که مموریمو از دست ندادم، من نمیدونم این نویسنده های ما چه آدم های عقب افتاده ای هستن که هنوز مثل کلاس پنجم انشا باید دو صفحه باشه. در هر صورت روحانی در این سفر یک کلاه تولید شرکت آلمانی پوما و یک لباس ورزشی تولید شرکت آمریکایی اندر آرمور پوشیده بود و سید حسین قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تعداد دیگر از مسئولین را به همراه داشت. اینم هم کلاشو نشون میده هم این اندر آرمره که لباس اینجوری پوشیده. بله این خیلی خوبه که مسئولین بدونن زیر ذره‌بین هستن. چرا من این نوشته رو با از اعتراض تا انقلاب جاماس به سلطانی گذاشتم خودم هم نمیدونم. بذارید ببینم این یکیمون، اینم نیست نخه. در هر صورت میخوایم اونو بذاریم اصلا موقعی که آقای جاماس رو داشته باشیم، یا جاماسب نمیدونم کدومش درسته، گفتم لحراسب میگن لحراسب هم میگن. اینم از این. و آهان این صفحه آوارم براتون بیارم، کم کم باید بریم سراغ آقای انصاری. و آقای انصاری هرچی برنامه ها رو دیرتر اجرا میکنه، به شوخی بهش گفتم تنبلتر میشین. میدونید اونایی که هر روز برنامه دارن مثل هر روز که خوراک میخوره، اونایی که هفته یه بار برنامه دارن 7 برابر براشون مشکله، اونایی که ماهی یه بار 30 برابر براشون مشکله، چون یه کاری رو باید بگنجونن توی روزی که این کار رو انجام نمیدادن. در صورت گفتم آقا شما 3 برنامه بدهکاری به بیننده های ما، 3 برنامه مدیونی به آقای پتیک و بیا این برنامه رو اجرا کن. خیلی خوشحالم که 2 موضوع رو گفته و نوشته ما گذاشتیم روی فیسبوک مردم تیوی، اونا رو امروز صحبت میکنه. امیدوارم برنامه 2 و 3 تا این برنامه هنوز گرمه اونا رو هم بیاد اجرا کنه. اینم از این ماجرا. و اما یه آقای هست به نام هادی گلی، ایشون معممه یا آخونده، من به شوخی بهش میگم شما بچه آخوند هستی، خیلی جوانه. متاسفانه میخواستیم ایشون مهمون برنامه ما باشه، همون مشکلات، اون میگه با تلگرام، اون میگه با واتس اپ، اون میگه با اون. میگم آقا شما میخوای بیای در شهر ما بازی کنی، توی شهر ما، توی میدون بسکتبال ما، توی تیم فوتبال ما قانون اینه، باید با قانون ما بازی کنی. اینایی که بیلیارد بازن میدونن، وقتی میری توی رستورانی میخوای بیلیارد بازی کنی، شما به اون طرف میگی چه نوع بیلیارد. اونایی که پوکر بازن میدونن، شما وقتی میری توی قمارخونه میخوای پوکر بازی کنی، میگی چه نوع پوکر. اون بهت میگه پوکر تگزاس، پوکر چارت و فلان. این چه درد بی درمانیه؟ از درد بی درمان پیامگیر شروع کردم به درد بی درمان اینم که ما به طرف میگیم آقا شما برو اون سیستمو بزن. خب بله، یکی مثل آقای زاهد هفت لنگ میگه من اصلا هیچ وقت اسکایپ نداشتم،
بنده خدا حتی به منشیش اونجا گفت شما میتونی کمک کنی، اونم تلاش کرد و نتونستن و ما گذاشتیم و به خاطر همون دیگه من اصلا با چت و نمیدونم اون یکی دیگه چیه واتساپ و اینا تماس نمیگیرم، من فقط با اسکایپ، برای اینکه over the years به قول دوستانمون over the years تلویزیون و سیستم ما و کامپیوتر این ور و کامپیوتر اون ور و کامپیوتر اینجا نشون داده که مصاحبه‌ای که با اسکایپ انجام میدیم هم صدای اونا خوبه، هم تصویرشون خوبه، هم صدای ما خوبه، هم تصویرمون خوبه. راستی تو برنامه قبلی من دیدم صدا یکی دو بار مشکل پیدا کرد در برنامه آقای ساغرچی، با کانون آوا میخوام بگم که این دوستان اگر از گوشی استفاده کنن، حتی یه ویدیو میخوام بسازم که گوشی هم وقتی استفاده میکنید شما خیلی قشنگ این سیم گوشی رو یا از پشتتون پشت پیرن رد کنید یا از زیر پیرن که بیاد اینجا گوشیتون اینجا، خود میکروفون هم اینجا قرار میگیره. چون شما از لپتاپ استفاده میکنی یا از تلفن استفاده میکنی باید اینو دور نگه داری، هرچی دور میشه تصویر شما بهتر میشه، تلویزیونی میشه دیگه، تا اینجا تو نشون نمیده، ولی صداتون دور میشه، یه سوراخ میکروفون انقدی. شما اصلا میکروفونای این تلفونا رو دیدید چقدره؟ اجازه بدین من این شماره رو ببندم، یه نفر زنگ زده. خب حالا این بله، شما نگاه کنید این تلفنتون میکروفونش اصلا اینجا نیست، میکروفونش اینجاست، این زیره، بعد این بلنگوه که 6 تا سوراخ داره، این میکروفونه یه سوراخ، نه این بزرگه ها، این سوراخ بزرگ مال گوشی و میکروفونی که میزنی بهش، سوراخی که بغل اینه. من دیدم حتی میرم اینجا کپتال، خبرنگار سی ان ان میاد مصاحبه میخواد چی کنه، تلفنش اینجوری میگیره، تلفن وقتی اینجوری میگیره خودش نفس که میکشه میاد تو این، ولی اون نماینده مجلس که صحبت میکنه باید از اونجا بیاد بره اینجا. یه چیزای ساده است، میخوان یه چیزی رو ضبط کنی، تلویزیون، رادیو یا آگهی هست، میکروفونتون اینجاست دوستان، توی آیفون، توی سامسونگ و اینا گویا اینجاست و حتی مسخره میکنن اینو و میگن این ساعت 2:58 دقیقه است، بریم سراغ این، انقدر براتون چی دارم. بله من امروز آمدم در به خانه شما، کجا بودی؟ آها، راجع به کانادا و کشیدن ماریجوانا، وقتی گفت دومین کشوره من فکر کردم هلند اولین کشوره، که آقای مصطفی زاده به درستی گفته بود آقای سوربی اینجوری نیست که هی میگن هلند هر جا کافه هست میری میکشی فلان اینا، و توی هلند کشیدن ماریجوانا آزاد نیست. حالا همین آقای جاماس به سلطانی وقتی اومد از این سوال میکنیم ببینیم آزاد یا نیست. کشور اولی اوراگوئه هست، کشور اوراگوئه کشیدن ماریجوانا به صورت تفریح، مثل کشیدن سیگار، مثل خوردن مشروب، مثل خرید بستنی، شما بستنی هم که میخوری میخوای تفریح کنی، لذت ببری. در هر صورت اوراگوئه اولینه، این دومینه. اگه من به شما بگم توی پرتغال وقتی که دیدن خیلی مشکل اعتیاد زیاد شده راه حلش رو پیدا کردن به این وسیله که مصرف مواد مخدر رو آزاد گذاشتن، و از روزی که مصرف مواد مخدر آزاد شد هم به اصطلاح مرگ و میر کم شد، هر کسی سوزنی افتاده بود مال یکی دیگر رو نمیزد، هم دست قاچاقچیا کوتاه شد. اینم از این، درست مثل ماجرای آلکاپون، درست مثل ممنوعیت مشروب در آمریکا 1930، برید فیلماشو نگاه کنید ببینید اصلا پیدایش اون گنگسترها که میمدن با ماشینا تو رکابشون وای میسادن اینها از اونجا بود. دوستان عزیز یک خبر بسیار خوب براتون دارم، بالاخره بعد از چندین بار امروز با آقای احمدعلی مسعود انصاری هستیم، و اگر لطف کنن یکم اونجایی که میخوان بشینن تا من تصویرشون رو بدم به سیستممون، و بعد از اون من ساکت میشم و به اصطلاح شما به صحبت‌های آقای احمدعلی مسعود انصاری گوش میدین. من در حین صحبت‌های ایشون میام عکس‌هایی رو که ایشون برای من فرستاده، حدود 30 تا عکس هست، وبسایت ایشون، وبسایت نه، فیسبوک ایشون رو نشون میدم
و اون آمازون رو هم که میتونید کتابشون رو سفارش بدید نشون میدم. و من حتی برای ایشون فرستادم که اگه امکان داشته باشه ما چند تا کتاب داشته باشیم برای دوستانی که مایل هستن. بعد دیدم این چه زحمتیه که من به ایشون میدم. اگه کسی کتاب میخواد از تلویزیون مردم به اصطلاح من براشون از آمازون سفارش میدم بره و به این صورت، یا خودشون چیز کنن. در صورت دوستان عزیز اجازه بدید من سلام کنم به آقای احمد علی مسعود انصاری، خوش آمد بگم و بگم آقا لانگ تایم نو سین، خیلی وقت ما شما رو ندیده بودیم و خیلی خوشحالم که با ما هستید. اجازه بدید که من این تصویر رو هم بیارم اینجا. آقای انصاری خوش آمدید، با سلام به شما، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید. جناب سربی من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. و امروز اول فکر کردم من مطلبی رو نوشتم در مورد پیدا و پنهان شهریار آهی و ایجاد زمینه جنگ داخلی در ایران، چون مسئله جنگ داخلی من فکر میکنم الان خیلی جدی هست و کسی بهش متاسفانه توجه نمیکنه. در نتیجه فکر کردم که این نوشته رو که فکر میکنم ممکنه یه 40 دقیقه طول برای شما بخونم و شما هم در ضمن همون جوری که فرمودید اون عکس‌ها رو نشون بدید که بینندگان عزیز از حوصله‌شون سر نره، و بعد از اون شما و بینندگان هر سوالی که داشته باشن من در خدمت هستم که خدمتتون جواب عرض بدم. اجازه بدین که به دوستان بگم این نوشته شما در فیسبوکتون هست و من صفحه فیسبوک شما رو هم نشون میدم، بفرمایید. و پس من شروع میکنم به خوندن، در نتیجه دیگه من روم به کاغذ خوندن هست و بعد انشالله بعد که تمام شد دیگه بعد شروع میکنیم به سوالایی که دوستان و برادران ما دارن ما این رو جواب بدیم با اجازه. پس شروع بکنم جناب؟ بله بفرمایید. تصویر خوب هست؟ تصویر عالیه، از این بهتر امکان نداره. خدا پشت و پناهتون باشه. قربان. به نام خداوند بخشنده مهربان، با توکل به خداوند انشالله. خداوند و پناه به تو میبرم از شر وسوسه های شیطان مردود. خداوند در سوره احزاب آیه 70 میفرماید ای اهل ایمان، متقی و خدا ترس باشید و همیشه به حق و ثواب سخنگویید. خداوند در سوره اسراء آیه 36 میفرماید و هرگز بران چه علم و اطمینان نداری دنبال مکن، که چشم و گوش و دلها همه مسئولند. خداوند در سوره اسراء آیه 80 میفرماید و بگو بار الها مرا به قدم صدق داخل و با قدم صدق خارج کن و از جانب خود حجت و بصیرت روشنی که دائما یار و مددکار باشد عطا فرما. خداوند در سوره فاطر آیه 6 میفرماید شیطان سخت شما را دشمن است، شما هم او را دشمن دارید. او حزب و سپاهش را فرا می خواند تا همه اهل دوزخ باشند. به نام خدایی که یکیست و به غیر از او خدایی نیست، همه چیز از او و در احاطه قدرت اوست. از او آمده ایم و به او باز می گردیم. برادرم جناب آقای فرامرز دادرس که برای ایشان احترام بسیار قائل هستم، نوشته زیر در فیسبوک خود به تاریخ 29 مه 2018 نوشتم نقشه جغرافیایی تازه ایران، برگزاری کنگره ملیت‌های ایران فدرال جدایی طلبان در استکهلم زیر نظر سازمان CIA در روزهای شنبه و یک شنبه 26 و 27 ماه مه 2018 میلادی، 13 سازمان جدایی طلب زیر نظر شهریار آهی مأمور بازنشسته سیاه جلسه‌ای در استکهلم سوئد تشکیل داد. در این جلسه درباره مرزهای آینده مناطق جدایی طلب توافق‌های انجام شد و قرار شد زیر نظر آمریکا نقشه تازه جغرافیایی برای ایران آینده ترسیم گردد. شهریار آهی از مشاوران نزدیک و خزانه‌دار آقای رضا پهلوی بود و این شخص میان سال‌های 1980 تا 1988 در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان در آمریکا ماهانه 150 هزار دلار از آمریکا دریافت میکرد.
از این مبلغ ماهی 50,000 دلار به پرویز ثابتی مدیر اداره سوم ساباک که در آمریکا به سر می برد می پرداخت و 100,000 دلار باقی مانده را خرج فعالیت های میهن پرستانه شهریار ایران زمین رضا شاه دوم می کرد. بد نیست این کنگره یک کپی از نقشه جدید جغرافیایی ایران و تقسیمات کشوری را منتشر کنند تا مردم ایران بدانند که در آینده جزء کدام قوا جدایی طلب می باشند و شناسنامه و پاسپورت کدام کشور ایرانستان را دارا خواهند. با توجه به این نوشته و فعالیت‌های فعلی سیاسی آقای آهی و با توجه به تبحر قابل ملاحظه‌ای که آقای آهی در متقاعد کردن مخاطبین خود دارد، لازم دیدم تا آنچه از شخصیت ایشان را به شخصه تجربه کرده و یا از نزدیکان شنیده‌ام را در اختیار عموم قرار بدهم. من در مورد آقای آهی قضاوت نمی‌کنم. قضاوت با خداست، چون آقای آهی در امور سیاسی ایران فعالیت می‌کند، حق ملت ایران است که ایشان را بهتر بشناسد تا انشالله بتواند نه در تاریکی بلکه در روشنایی و با چشم بازتر به همکاری خود با آقای آهی ادامه بدهند. تجزیه و جنگ داخلی به نفع ملت ایران نیست. در شروع احساسنامه کنگره ملیت های ایران فدرال آمده است انقلاب بهمن ماه 1357 هجری شمسی 1979 میلادی که علیه استبداد، تبعیضات و نابرابری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر مردمان ایران بود، این آمده. حالا من از آقای آهی سوال می‌کنم، آیا آقای آهی با این گفته اساسنامه موافق است؟ حال به شرح قسمتی از تجربیات و شنیده‌ها یه بی‌واسطه و آنچه از شخصیت آقای آهی می‌شناسم می‌پردازم. باید از آن کنم که من حدود 30 سال است که با ایشان به صورت حضوری ارتباطی نداشتم. انشالله مطالب زیر مورد توجه حالا بینندگان عزیز قرار بگیرد. من مطالب را به دو قسمت سیاسی و غیر سیاسی تقسیم میکنم. موارد غیر سیاسی، آقای دکتر آهی و دکتر هوشنگ رام. دکتر هوشنگ رام رئیس بانک عمران در زمان شاه و دایی آقای شهریار آهی بود. قبل از انقلاب آهی در سمت معاون بانک عمران با دایی خود کار میکرد. بعد از فیروزی انقلاب دکتر رام در ایران بود و قصد خروج از ایران داشت. قرار میشود آقای شهریار آهی ترتیب این کار را بدهد. امکانات مالی لازم را از طرف دکتر رام در اختیار آهی قرار میگیرد. نقشه کار بر این بود که دایی جان به سواحل بوشهر رفته و خواهرزاده قایق‌های هوورکرافت انگلیسی برای نجات ایشان بفرستد. بر اساس این برنامه دکتر رام 3 روز پی در پی به محل تعیین شده در ساحل می رود و خبری از قایق‌های انگلیسی نمی شود و در روز سوم مامورین جمهوری اسلامی به بودن او در کنار ساحل که با راننده و آشپز مخصوص به آنجا می رفته مشکوک شده او را دستگیر می کنند. سالها بعد دکتر رام با وساطت خانوم خود که از اهالی قم و دارای ارتباطات و امکانات لازم برای آزادی همسر خود بود از زندان آزاد و به آمریکا آمد. دکتر رام خود واقعه بالا را شخصا برای من تعریف کرد. آهی و آقای بهمن باتمانقلیچ. بهمن باتمانقلیچ که با دختر دکتر رام ازدواج کرده بود برای من تعریف کرد که قبل از ازدواج از آهی می‌خواهد تا از طرف او دختر دکتر رام را برای او خواستگاری کند. آهی قبول کرده و برای خواستگاری دختر دایی خود برای بهمن پیش دایی می رود. در آن جلسه به جای خواستگاری برای بهمن دختر دایی را برای خود خواستگاری می کند. دکتر رام به قدری عصبانی می شود که زیر سیگاری روی میز را به طرف آهی پرتاب می کند. داستان پرتاب زیر سیگاری را خود آهی برای من تعریف کرد. تا آنجا که به خاطر دارم بهمن باتمانقلیچ به خاطر این مسئله از آهی بسیار دلخور بود. آهی و قرآن. وقتی در سال 1981 میلادی آقای رضا پهلوی از من خواست تا به او بپیوندم، من در کاخ قبه به او اعلام کردم که به جز خداوند اربابی ندارم و تا روزی که راه خدا را برود مانند یک برادر با او هستم و روزی که نرود با او می جنگد. و رضا پهلوی چنان تحت تأثیر قرار گرفت که گریه کرد. بعد از آنکه او شرط مرا پذیرفت و به شکر خداوند به او پیوستم، شاهد آن بودم که نه تنها نماز او قطع نمی شود بلکه بسیار
اصرار و دقت در خواندن نماز سر وقت دارد. بعد از پیوستن آقای آهی به جمع ما در سال 1982 میلادی شروع به زیر سوال بردن آیات قرآن در نزد آقای پهلوی کرد. به خاطر دارم در رباط مراکش در جلسه‌ای من، رضا و آهی در دفتر رضا نشسته بودیم. آقای آهی مطرح کرد که در قرآن آمده است که خداوند زمین و آسمان ها را در ظرف 6 روز خلق فرموده و این از نظر قوانین فیزیکی عملی نیست. به هر دو ایشان تذکر دادم که خداوند قادر مطلق است و به هر چه بگوید موجود باد موجود باش موجود می شود و قدرت خداوند به اسباب عادی احتیاجی ندارد. همه چیز بر خداوند ممکن است. اینکه آقای آهی چقدر موفق شد آقای رضا پهلوی را از خداوند دور کند، خود آقای رضا پهلوی باید شهادت بدهد. آهی و آقای شهبازی در سال 1983 میلادی با هواپیمای خصوصی یک آمریکایی به نام میسن به همراهی رضا در فلوریدا از شهری به شهر دیگر می‌رفتیم. من و آهی و دکتر غلام حسین کاظمیان که مسئول کارهای رضا در آمریکا بود با هم نشسته بودیم. آقای شهبازی نیست که از مأمورین مخصوص بود و مسئولیت حفاظت رضا را به عهده داشت، در هواپیما همراه ما بود. آقای شهبازی با عصبانیت به طرف جمع ما آمد و به آهی گفت ای مادر حالا من بقیهش نمیگم، پدرت را در می آورد. ای مادر فلان. بله ای مادر. من و کاظمیان جا خورده بودیم. آهی با خونسردی در مقابل این توهین آقای شهبازی سکوت و طوری رفتار کرد که انگار چیزی نشنیده است. چند روز بعد به مراکش رفتیم. من، رضا و آهی در دفتر رضا نشسته بودیم. آهی شروع به تعریف کردن از آقای شهبازی کرد که چقدر آقای شهبازی مرد خوبی است و بعد از چند جمله در وصف خوبی‌های آقای شهبازی ناگهان به رضا گفت من باید به اعلیحضرت بگویم که دیروز آقای شهبازی با ماشین مورد علاقه شما تصادف کرده و صدمات زیادی به ماشین وارد شده است. رضا با شنیدن این اتفاق سخت عصبانی شده و خواستار مجازات سخت آقای شهبازی شد. من به لطف خدا وند کلی با رضا وارد بحث در دفاع و حمایت از آقای شهبازی شدم تا بتوانم مسئله را رفع و رجوع کنم. آهی و شاهدخ فرهناز. آهی در سال 1982 میلادی به دلایلی که در بخش سیاسی عرض خواهم کرد به جمع یاران سیاسی رضا پیوست. از همان اول قصد نزدیک شدن به فرهناز را کرد. در آن زمان نادر معتمدی دوست و همکلاسی رضا با فرهناز نزدیک بود. در آن تابستان رضا در خانه آقای اردشیر زاهدی در مونترو اقامت کرد. من و آهی و نادر معتمدی نیز به همراهی سایر ببخشید آقای انصاری عذر میخوام. بله. شما اگه تلفنتون روشنه یا نزدیک کامپیوتره اونو خاموش کنید، اگه برنامه‌های دیگه رو کامپیوترتون روشنه اونا رو هم ببندید، چون بعضی وقتا تصویر شما فریز میشه. صداتون هیچ اشکالی نداره ولی تصویرتون فریز میشه. بفرمایید. اردشیر زاهدی در ما در خونه اردشیر زاهدی در مونترو اقامت داشتیم در تابستون سال 1982. من، آهی و نادر معتمدی نیز به همراه سایر دوستان رضا در این سفر حضور داشت. آهی خود را با نادر معتمدی نزدیک کرد و با او شبها به عرق‌خوری پرداخت. نادر معتمدی از سایر دختران و زنان دیگری که در زندگی او بودند برای آهی تعریف کرد و آهی نیز آن اسرار را به فرهناز بازگو کرد و روابط عاطفی فرهناز و نادر معتمدی را به هم زد. حال نوبت آهی بود که خود را جایگزین نادر معتمدی کند. در سفری که رضا به همان سال به آمریکا کرد، در خانه آهی در ایالت کنتیکت اقامت کرد. آهی از فرهناز نیز دعوت کرد که مهمان او باشد. برای اینکه با فرهناز تنها شده تا بتواند دل او را به دست بیاورد، دوست دختر خود را برای برقراری رابطه به رضا معرفی کرد تا رضا او را به دوست دختری خود قبول کرده و سرگرم شود. چون آن خانم از رضا چند سالی بزرگتر بود، آن خانم را به رضا بسیار جوانتر معرفی کرد. روزها این 4 نفر دو به دو با هم بودند. شبها که رضا و فرهناز به خواب می رفتند، آهی به سراغ دوست دختر خود که روزها را با رضا می گذران می رفت. محافظین رضا از آن مسئله عکس گرفتند. در جلوی من دائم آهی را تهدید می‌کردند که اگر دست از پا خطا کند عکس را به رضا نشان خواهند داد.
در هر صورت رضا از مسئله مطلع و رابطهش با آن خانوم به هم خورد، ولیکن رابطه آهی و فرهناز ادامه پیدا کرد. چندی بعد در مراکش در خانه رضا بودیم. فرهناز نیز برای دیدار رضا و آهی به مراکش آمد و روابط عاطفی سختی میان فرهناز و آهی که شاهد نتایج و اثرات آن بودم به وجود آمد. روزی آهی از من خواست که از رضا فرهناز را برای او خواستگاری کند. بعد از ساعت 11 صبح که رضا تازه از خواب بیدار شده بود به اتاق خواب رضا رفتم و خواسته آهی را برای او بازگو کردم. رضا به من گفت آهی مشاور من است و این کار درست نیست. به من گفت که به کسی چیزی نگویم تا او تکلیف را روشن کند. شب همان روز برای شام دور میز نشستیم. من و رضا یک سوی میز و آهی و فرهناز در سوی مقابل و مسعود ماون نیز در سر میز حضور داشت. رضا دستور داد عرق بیاورند. آهی و رضا مشغول نوشیدن عرق شدند. همان شب رضا رو به من کرد و گفت احمد من آرزو دارم روزی مثل تو بشم. بعد به خوردن عرق با آهی ادامه داد. بعد از چند گیلاس دیگر بحث صحبت ها رو به موضوع ازدواج کشاند و اظهار داشت که عشق در ازدواج معنی ندارد و او تنها به خاطر پول و قدرت ازدواج خواهد کرد. به او اعتراض کردم از زیر میز به پای من زد و از من خواست که سکوت کنم. چند بار این را تکرار کرد که آهی نیز شروع به سخنرانی نمود که عشق در ازدواج معنی ندارد و او هم مانند رضا تنها به خاطر پول و قدرت ازدواج خواهد کرد. آهی به سخنرانی خود ادامه میداد که فرهناز آرام میز را ترک کرد و بعد از آن رابطه عاطفی فرهناز و آهی منتفی شد. آهی و دختر یوزرینر در زمانی که با رضا و آهی در مراکش بودیم که سنه آن میان سالهای 1982 تا سال 1984 میلادی بود، چند ماهی از این زمان را رضا سخت عاشق دختر یولبرینر هنرپیشه سابق سینما شد. از سفر تاریخی آگادیر با هواپیما به کازابلانکا برمیگشتیم. گروه ما در جلوی هواپیما در قسمت درجه یک هواپیما نشسته بودند. وقتی که هواپیما به زمین نشست همه بلند شده و خواستار خروج از هواپیما بودند. زمانی که رضا و این خانوم بلند شده و در راهروی خروج هواپیما قرار گرفتند، خانوم برگشته و شروع به بوسیدن رضا کرد. با این کار خود سد معبر کرده و کسی نمیتوانست از هواپیما پیاده شد. من چند دقیقه صبر کردم و چون اثری از تمام شدن این ماچ بوسه مشاهده نمی کردم و می دیدم که گاردها و مسافرین منتظر و ناراحت هستند، ایشان را هل داده و تشویق به پیاده شدن از هواپیما نمودم. بعد از خروج از فرودگاه قبل از رفتن به رباط به رستورانی در کازابلانکا رفتیم. در رستوران من به این رفتار رضا سخت اعتراض کردم و به او گفتم که از هر دید نگاه کنیم این نوع رفتار در شأن او و میزبان او پادشاه مراکش و مسافرین در حال پیاده شدن از هواپیما نبود. رضا من را حواله آهی داد و آهی شروع به دفاع از رفتار رضا کرد که باید از دید اینکه دو نفر عاشق هم هستند به موضوع نگاه کرد و کسی نباید مانع ایشان شود. صحبت من این بود که ایشان در آن شرایط چند دقیقه جلوی خود را بگیرند. آهی و یاسمین همسر رضا. رضا در سال 1986 میلادی با یاسمین اعتماد امینی با معرفی احمد اویسی ازدواج کرد. خواهر یاسمین دوست نزدیک افسانه اویسی، دختر دکتر رام و همسر احمد اویسی بود. از همان آغاز ازدواج یاسمین که سن کمی داشت از آهی دفاع و به اویسی حمله میکرد که من در جلوی رضا به یاسمین اعتراض کردم و از او خواستم که چون یاسمین به این موارد آشنا نیست بهتر است دخالت نکنه. به شکر خداوند روابط من و یاسمین بسیار خوب بود و حتی برای من در متنی نوشت با خدا باش و خدا با تو خواهد بود. روزی که رضا با تو آشنا شد روز بخت و اقبال او بود، کسی که او همیشه میتواند به او اطمینان کند. من به رضا سفارش کرده بودم که بعد از ازدواج آهی را به خانه خود راه ندهد.
در چند ماه آخر همکاری خود با رضا به خانه او رفتند. به من گفتند آهی در خانه است. سوال کردم کجاست؟ گفتند در اتاق خواب مشغول تدریس به یاسمین است. گفتم که در خانه ای که به وسعت 17000 اسکوئر فیت یا 17000 فیت مربع و این همه اتاق چرا در اتاق خواب؟ به آنجا رفته از ایشان خواستم ادامه تدریس به اتاق دیگری صورت بگیرد. بعد از آن یاسمین از من خواست که دیگر من بدون اجازه به خانه ایشان وارد نشدم. حالا من وارد موارد سیاسی میشم. به شکر خداوند در سال 1980 به عنوان نماینده شاه با تیمسار اویسی، آقای بختیار و دولت سعودی به پاریس رفتم. اولین ملاقات من در خارج از ایران با شهریار آهی در محل اقامت تیمسار اویسی در پاریس صورت گرفت. آهی در آن زمان دو کار برای تیمسار اویسی انجام می‌داد. در آن زمان بودجه کار تیمسار اویسی از طرف دولت عراق تامین می‌شد و آهی مسئول مالی کارهای سیاسی و نظامی تیمسار بود. کار دیگر آقای آهی در همراهی با آقای منصور رفیع‌زاده رابطه تیمسار با سازمان سیاه بود. بعد از فوت شاه و جدا شدن خود از امور سیاسی دیگر ارتباط و خبری از آقای آهی نداشت. در سال 1981 میلادی بعد از اینکه دعوت آقای رضا پهلوی را برای همکاری با او به عنوان مشاور شخصی، سیاسی و مالی او قبول کردم، آقای پهلوی به من گفت از دولت سعودی 7 میلیون دلار به علاوه قول 15 میلیون دیگر را دریافت کرده است و با اون پول و کمک آقای نصرت الله معینیان که قبلا رئیس دفتر شاه بود میخواهد گروه سیاسی خود را تشکیل بدهد. این گروه تشکیل و ابتدا زیر نظر آقای معینیان و بعد از کنارگیری آقای معینیان زیر نظر آقای هلاکو رامبد به کار خود ادامه میداد. بعد از حمله عراق به ایران تیمسار اویسی ارتباط خود با عراق را قطع کرد و در نتیجه دولت عراق دیگر و در نتیجه دولت عراق نیز دیگر کمک مالی به ایشان نکرد. تیمسار از نظر مالی تحت فشار بود و دوست داشت قسمتی از خزینه های کاری او از طرف دفتر آقای رضا پهلوی تامین شود. احمد علی اویسی مسئول نظامی آقای رضا پهلوی در اکثریت سالهای زندگی آقای رضا پهلوی وجود داشت و به جرأت می توان گفت که نقش پدری برای او بازی کرده و می کرد. رضا پهلوی به او بسیار نزدیک بود. در شروع همکاری ما در مراکش تنها دو نفر به رضا پهلوی نزدیک بودند، من و احمد اویسی. احمد اویسی قصد داشت تا نفوذ برادر خود تیمسار اویسی را در نزد رضا افزایش دهد. گروه آقای رامبد دست سیاسی و تیمسار اویسی دست نظامی رضا باشند. برای این کار تصمیم می‌گیرد تا آقای شهریار آهی را که پسر عمه خانم او افسانه اویسی دختر دکتر رام را به جمع یاران رضا اضافه کنند تا آهی حمایت لازم را از تیمسار اویسی انجام دهد. آهی به جمع ما اضافه و دیدار من با او تازه شد. چند ماه بعد از آمدن آهی سازمان سیاه جبهه نجات را به رهبری آقای دکتر علی امینی و همکاری شاهین فاطمی و اسلام کاظمیه در پاریس با بودجه 180000 دلار در ماه ایجاد کرد. در تابستان سال 1982 احمد اویسی به سرطان دهان مبتلا شده و مجبور شد برای معالجه در آمریکا بماند. این اتفاق باعث شد که آهی به رضا نزدیکتر شود. با آمدن جبهه نجات سیاست حمایت آهی از تیمسار اویسی نیز تغییر کرد و به کوبیدن گروه سیاسی آقای رامبد و تیمسار اویسی و جایگزین کردن جبهه نجات در دستگاه رضا به جای ایشان پرداخت و در کار خود موفق شد. تیمسار اویسی را از رضا دور کرده و گروه سیاسی آقای رامبد را منحل کرد. در طول این زمان آهی دائما از نزدیکی خود به سازمان سیاه سخن می‌گفت. به خاطر دارم روزی به او در رباط مراکش که بودیم به او گفتم آهی آنقدر از ارتباط خود با سازمان سیاه سخن نگو، انشالله اگر فردا به ایران برگردیم بر سر همین گفته پدرت را در میآورد و این گفته افتخاری برای تو نیست. کمی به فکر فرو رفت و از من سوال کرد راست میگویی؟ گفتم 100% راست میگویم و شوخی نمی کنم. و بعد از آن
او گفتار خود در این مورد را تعدیل کرد، نه اینکه نگه، ولی تعدیل. بعد از بازگشت آقای احمد اویسی از دوران نقاهت و اینکه در زمانی که او در بیمارستان در نیویورک تحت عمل جراحی قرار داشت، آقای رضا پهلوی به من زنگ زده، از من خواسته بود تا حقوق او را قطع کرده و بیرونش کنم و من با رضا برخورد کرده و به او گفتم تو شرف نداری، صبر کن تا دوران مالجه او به اتمام برسد، بعد اگر هنوز قصد بیرون کردن او را داشتی چنین کن. و با این برخورد او را از بیرون کردن احمد اویسی منصرف کرده بود. احمد اویسی که بازی را به آهی باخته بود سعی کرد تا با معرفی و آوردن گروه جدیدی کار را از دست آهی و جبهه نجات بیرون بیاورد. در این زمان آقای احمد اویسی تیم جدید سیاسی خود را به رضا قبولان. این تیم از آقای محمود فروغی، فرزند محمد علی فروغی که در ادامه سلطنت پهلوی در دوران اشغال ایران توسط متفقین نقش اساسی بازی کرده بود و خود از اعضای برجسته وزارت خارجه در زمان شاه بود، آقای شاهپور بهرامی که او نیز از اعضای برجسته وزارت خارجه قبل از انقلاب بود و آقای سیروس پرتوی که قبل از انقلاب با افسانه اویسی در وزارت دربار همکار بود تشکیل شده. آقای احمد اویسی از این حرکت خود برای خنثی کردن آهی آقای احمد اویسی از این حرکت خود که برای خنثی کردن آهی تدارک دیده بود بهره‌ای نبود، زیرا آقای فروغی خود اساساً با شاه خوب نبود و حتی روشن شد که به آمریکا زمانی که شاه در تبعید بود پیشنهاد داده بود که شاه را به آمریکا راه ندهند. در ضمن آقای فروغی بیشتر رضا را تشویق به نزدیکی با آقای شاپور بختیار و آقای دکتر امینی می‌کرد تا سیمسار اویسی. آقای شاپور بهرامی از ابتدا با پرستار فرانسوی رضا که از احمد اویسی دلگیری داشت بسیار نزدیک شد و احمد اویسی از این نزدیکی احساس خطر کرده و عذر او را خواست. آقای سیروس پرتوی را آقای احمد اویسی برای اینکه مواظب آهی بوده و نقشه های او را خنسا کند به این جمع آورده بود. به خاطر دارم که من چند روز بعد از ورود ایشان به مراکش سیروس پرتوی را در حالی که سخت در ناراحتی غرق شده بود دیدم. از او سوال کردم چرا آنقدر ناراحت است؟ گفت آقای آهی به من گفته است که اگر اعلیحضرت را دوست دارم باید استعفا داده بروم. پرسیدم استدلال او چیست؟ گفت میگوید اینتلیجنس کامیونیتی میگویند که من باید چنین کنم. به او گفتم اولا اینتلیجنس کامیونیتی غلط کردند، دوم اینکه اصل این حرف معنی ندارد و گول آهی را نخورد. بعد او را به دست احمد اویسی داده و به او گفتم با پرتوی صحبت کند. بعد به آمریکا آمده چند هفته بعد به مراکش برگشتم. در شب بازگشت با رضا، آهی، پرتوی و آقای شاپور بهرامی ویدیویی را تماشا می‌کرد. دیدم همه به ساعت خود نگاه می‌کنند. در گمان بودم که جریان چیست. ساعت 12 شب آهی، رضا و آقای بهرامی بلند شده و خود را روی پرتوی انداخته و به تکان دادن و مالیدن پایین تنه خود برو شدند. بسیار از عمل ایشان ناراحت شدم و سر ایشان داد زدم که خجالت بکشیست. بس است. دست رضا را گرفته او را به اتاق خواب او بردم. به رضا گفتم خجالت نمی‌کشید. رضا گفت این برنامه آهی میباشد و به رضا گفته که پرتوی از این کار خوشش میآید. پیش پرتوی آمده از او سوال کردم تو از این کار خوشت میآید؟ که او ابراز کرد که نه تنها از این کار خوشش نمیآید بلکه از آن متنفر است. من صحبت پرتوی را به رضا کردم و به شکر خداوند این عمل متوقف گشت. رضا از من خواست که دیگر جلوی دیگران بر سر او داد نزنم و این مسائل را خصوصی به او مطرح کنم. آنقدر آهی با پرتوی بازی کرد تا پرتوی که اویسی به خاطر کنترل آهی به این جمع اضافه کرده بود تسلیم آهی و مهره او شد و به دستور آهی حمله به اطرافیان رضا که مورد تایید آهی نبودن به خصوص آقای فروغی پرداخت. در سال 1983 میلادی که آقای رضا پهلوی در مراکش بود تعدادی از آشنایان سعی در آوردن و معرفی ماموران سازمان سیا و ملاقات ایشان با رضا پهلوی داشتند و حتی رقابت شدیدی میان ایشان در این مورد در گرفته بود.
من به آقای رضا پهلوی پیشنهاد کردم که ایشان باید از این بازی خارج شود و شأن خود را حفظ کند و اگر علاقه به دیدن فردی از سازمان سیا را دارد بهتر است با رئیس این سازمان آقای ویلیام کیسی ملاقات نماید. ایشان قبول کرد. من این موضوع را با آقای دکتر غلام حسین کاظمیان که مسئول کارهای سیاسی ایشان در آمریکا بود مطرح کرد. ایشان دوستی به نام آقای مریان اسموک داشت که از نزدیکان آقای ریگن که از دوستان نزدیک آقای ریگن رئیس جمهور وقت آمریکا و اطرافیان ایشان بود. در سفر شاهزاده در سال 1983 به آمریکا، آقای اسموک نهاری در کلوب چویچیس در ایالت مریلند به آمریکا ترتیب داد که در آن آقایان کیسی، مایکل دیور، دیگ هلم و عده‌ای دیگر از جانب آمریکایی‌ها و نیز عده‌ای علاوه بر من آقایان دکتر غلام حسین کاظمیان، احمد اویسی و شهریار آهی حضور داشتند. بعد از نهار ملاقات‌های دیگری نیز میان آقای رضا پهلوی و ویلیام کیسی در خانه آقای اسموک انجام گرفت. در سال 1984 آقای پهلوی به من گفت که آقای کیسی پیشنهاد پرداخت ماهی 150 هزار دلار را به ایشان کرده است. من با اصل پول گرفتن ایشان از سازمان سیا مخالفت به ایشان گوشزد کردم که پدر ایشان تا روز فوت به دلیل نقش خارجی در کودتای 28 مرداد مورد انتقاد مردم ایران بوده است و پیشنهاد من برای انجام ملاقات با رئیس سیا این نبود که از این سازمان پول بگیرد، بلکه هدف در مرحله اول خلاص شدن از فشار اطرافیان شاهزاده برای آوردن افراد مختلف این سازمان به داخل تشکیلات ایشان بود. دوم این که فکر می‌کردم که اگر ایشان علاقه به داشتن رابطه با این سازمان دارد، این رابطه باید مطابق شأن ایشان و تنها در حد مشورتی باشد. آقای پهلوی استدلال مرا قبول نکرد و من نیز با اینکه در آن زمان هم مسئول امور مالی شخصی ایشان بودم، هم مسائل مالی فعالیت‌های سیاسی ایشان را سرپرستی می‌کردم، از گرفتن آن پول اجتناب کردم. بنابراین مسئولیت گرفتن این پول به آقای شهریار آهی واگذار شد و تا جایی که می‌دانم پرداخت آن تا سال 1988 ادامه داشت. لازم به توضیح است که آقای کیسی در آن زمان آقای رضا پهلوی را بسیار جدی گرفت و افراد زیادی از کارمندان سازمان سیا را برای کمک به ایشان مأمور کرد، ولی کم بعد از 3 هفته همه آنها را بازخواست و اظهار نمود که این مرد جوان علاقه‌ای ندارد. ولیکن تا جایی که می‌دانم پرداخت پول به آقای پهلوی از سال 84 شروع و تا سال 1988 ادامه داشت. در همان زمان آقای کیسی پیغام داد. که اگر در کار خود جدی هستید، آقای آهی را بیرون کنید. ولیکن یا رضا به این پیغام آقای کیسی توجهی نکرد و یا شاید دوستان به دلایل شخصی این پیغام را به رضا نرساندند. بعدها آقای اسموک این پیغام را برای من بازگو کرد. پس از آن قرار شد تا حقوق کارمندان رضا از این بودجه توسط آقای آهی پرداخت شود و من هر 3 ماه 50 هزار دلار به همین حساب در کردیت بانک واریز نمایم که کارمندان رضا بتوانند ادعا کنند که حقوق خود را از رضا و نه از سازمان سیا دریافت میکنند. در سال 1984 میلادی تیمسار اویسی در پاریس کشته شد و بعد از آن رضا از مراکش به آمریکا در ایالت کنتیکت مهاجرت کرد. در سال 1985 میلادی به رضا اعلام کردم که دیگر سلطنت طلب نیستم و خواستار جدا شدن از گروهش او شدم. او از من خواست که به عنوان مشاور شخصی و مالی او با او باشم. از آن بعد نقش من در امور سیاسی رضا بسیار کم رنگتر شد. در این سال سیا تصمیم گرفت تا جبهه نجات را تعطیل و سازمان درفش کاویانی را به سرپرستی دکتر منوچهر گنجی جایگزین آن کند. میان گروه دکتر امینی و گروه آقای منوچهر گنجی دعوای سختی در گرفت. به دلایلی که هنوز برای من روشن نیست، آهی سخت با دکتر گنجی، با آهی که او نیز از طرف سازمان سیا به جانشینی جبهه نجات فرستاده شده بود، بد بود و از هیچ فرصتی برای کوبیدن دکتر گنجی خودداری نمی‌کرد. مسئله دیگری که در این سال اتفاق افتاد، دخالت شاهدخت اشرف پهلوی برای بازگرداندن سلطنت پهلوی به ایران بود. روزی آقای باب آرمو از نزدیکان آقای راکفلر که در زمان حیات شاه کارهای او در تبعید را انجام می‌داد، از من خواست
تا به دفتر او در نیویورک رفته و با آقای رضا گل سرخی که رئیس دفتر اشرف بود ملاقات کنه. در آنجا آقای گل سرخی به من گفت که والا حضرت مبلغ 2 میلیون دلار هزینه کرده است تا طرح برگشت رضا به ایران از طرف سازمان سیا زیر نظر یکی از بازنشستگان این سازمان به نام ری کلاین ریخته شود و تنها خواسته ایشان از رضا این است که بدانند آیا او با این حرکت موافق است و اگر موافق است آهی اصلا نباید در این طرح خبر داشته باشد. من این پیشنهاد را به رضا منتقل کردم و او به من گفت که قبول میکند و بر اساس توافق رضا کار شروع شد. مامورین سیا تماس خود را با آهی قطع کردند. آهی موضوع را با رضا مطرح کرد و رضا طرح را با اینکه قول داده بود با آهی مطرح نکند به او لو داد. آهی به افرادی که در سازمان سیا با او در ارتباط بودند پیغام داد که رؤسای ما با هم در تماس هستند و چرا شما با من ارتباط خود را قطع کرده اید؟ آن افراد نیز از رؤسای خود مسئله را جویا شدند و در اثر برملا شدن این طرح کاملا منتفی شد. انتخابات شوراهای مشروطیت که فکر اولیه آن از آقای فروغی سرچشمه گرفته بود انجام و با شکست روبرو شد. آهی نیز دائما با کوبیدن آقای فروغی، دکتر گنجی و من مشغول. آهی و اویسی شایع کرده بودند که من از آقای هوشنگ انصاری پول گرفتم تا مانع رفتن رضا به ایران بشوم. وقتی به آهی گفتم که این چه مزخرفاتی است که سرهم می‌کنی، جواب داد این تقصیر او نیست، بلکه حرفی است که مردم می‌زنند. به ادامه داد تو و اعلیحضرت در یک جبهه هستید و همه یه ما در یک جبهه. به عبارت دیگر من برای دفاع از رضا باید در مقابل همه آنها ایستادگی می‌کردم. در سال 1986 میلادی از طرف آقای نیکسون، آقای جان کرنلی وزیر خزانه داری آقای نیکسون با من تماس گرفت و گفت اگر آقای پهلوی موافقت باشد طرحی تهیه شود که بر اساس آن طرح رضا غافلگیرانه در جزیره کیش پیاده شود و کیش را ایران آزاد بنامند. البته نیروی هوایی عربستان سعودی و ناوگان آمریکا در منطقه نیز از او پشتیبانی کنند. پیشبینی میشد که اگر او چند روزی به این ترتیب در مقابل نیروهای جمهوری اسلامی تا بیاورد، ارتشیان و نفرات بسیاری از نیروهای سگانه که یا از جمهوری اسلامی و به ویژه تسلط پاسداران و بسیج به آنها ناراحتند یا همان گونه که تصور میشد بر طبق علاقه دیرینه خود در دل به شاه ایران وفادار ماندند، به او خواهند پیوست و بدین ترتیب جزیره کیش پایگاه حرکت میشد. رضا موافقت کرد. حدود 3 ماه بر روی این طرح وقت صرف شد. وقتی که این طرح را برای رضا در منزل او در کنیدیکت بردم، اولین سوال او از من این بود که چگونه فرار کنیم. من که جا خورده بودم جوابی ندادم. فردای آن روز شهریار آهی به ایشان گفت که ایشان احتیاج به مخاطره ندارد، چه شما تنها شانس آمریکایی‌ها هستید، صبر کنید، آمریکایی‌ها شما را به ایران می‌برند. من به این ترتیب این طرح را در همانجا مسکوت ماند و به این ترتیب این طرح در همانجا مسکوت ماند. بعدها که مسئله ایران کنترل رو شد، رضا بسیار ناراحت و متوجه شد که تنها گزینش آمریکایی ها نیست. با گذشت زمان و شکست شوراهای مشروطیت، حملات آهی بر علیه آقای فروغی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق آقای سیروس پرتوی توسعه یافت. بالاخره در سال 1978 میلادی اعلام کردند که تمام دستاندرکاران بخش سیاسی دفتر رضا، یعنی داداش زاده، آهی، فروغی، کاظمیان، افغانی و حکمت، استعفا داده تا رضا بتواند آزادانه مشاوران خود را انتخاب کند. اما همان گونه که از قبل برنامه ریزی شده بود، تنها استعفای فروغی و کاظمیان پذیرفته شد و مابقی بر سر کار خود ابقا شد. بعد از بیرون کردن مؤدبانه آقای فروغی و دکتر کاظمیان، احمد اویسی از من خواست به او کمک کنم تا رضا آهی را بیرون و آقای هلاکو رامبود را به سرپرستی دفتر سیاسی خود انتخاب کنند. در سفری که من و اویسی و رضا در فوریه آن سال به فلوریدا داشتیم، من با رضا وارد صحبت شدم و بعد از دعوای شدیدی که میان من و رضا به خصوص در مورد شخصیت و نوع عمل و اینکه آهی به او راست نمیگوید پیش آمد، رضا قبول کرد که چنین کند. آقای رامبد کار خود را به همراهی آقای امیر طاهری از تابستان آن سال شروع کرد.
در آخر تابستان آن سال به من خبر دادند که آهی به مشاورت سیاسی رضا بازگشته است. با توجه به آنچه از شخصیت آهی و آقای رامبد میشناختم متوجه شدم که کار آقای رامبد تمام است. پس از بازگشت آهی کارشکنی های خود را برای شکست مأموریت جدید آقای رامبد شروع کرد. پس از بازگشت آهی کارشکنی های خود را برای شکست مأموریت جدید آقای رامبد شروع کرد و از هر طرحی پیشنهادی از طرف آقای امیر طاهری و رامبد را خنثی می‌کرد. برای مثال قرار بود که آقای امیر طاهری برای رضا نطقی بنویسد که آیت الله خمینی را به خشم بیاورد و آیت الله در مورد رضا حرفی بزند و آن جمله را وسیله تبلیغات رضا کند. همان طرحی که در زمان اقامت در مراکش و فعالیت‌های اسلام کاظمیه دنبال می‌شد. به هر حال آهی با این نظر مخالفت کرده و بالاخره توانست رضا را از این کار منصرف ساد. بعد از بازگشت آهی به آقای رامبد پیشنهاد کردم که بهتر است استعفا بدهد و خود را ضایع نکند. اما آقای رامبد به من گفت که این بار قصد عقب نشینی نداشته و با آهی مبارزه خواهد کرد. در این مبارزه بارها آقای رامبد به من زنگ می‌زد و در حالی که بغض گلویش را می‌فشرد به تلخی می‌گفت این سخت‌ترین و بدترین دوران زندگی سیاسی من است. من با پایان گرفتن بهار زندگی من است. با پایان گرفتن بهار سال 1988 میلادی صبر آقای رامبد نیز به پایان رسید و استعفا داد و بعد از آقای رامبد آقای احمد قریشی به جایگزینی آقای رامبد انتخاب شد. در سال 1989 آقای رضا پهلوی به من حمله کرد. یعنی من دیگه رابطم قطع شد. با توجه به مطالب ذکر شده موارد زیر میتواند قابل تفکر و تأمل باشد. در بیانیه پایانی مجمع عمومی کلیه ملیت کنگره ملیت‌های ایران فدرال در ماه مه 2018 آمده است. مجمع عمومی کنگره همچنین قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده که در آن تأکید شده که تعیین حدود و مرزهای جغرافیایی میان مناطق ملیت‌ها در چارچوب مجالس دموکراتیک این ملیت‌ها در آینده تعیین خواهد شد. و در قطعنامه کنگره ملیت‌های ایران فدرال درباره حدود و ثغور ارضی مناطق ملی در ایران آمده است تعیین حدود و ثغور سرزمین‌های ملی متعلق به ملیت‌های ساکن در ایران تنها در اختیار مجلس ملی ایالتی و مشروع آن سرزمین‌هاست و حل اختلافات ارضی متعامل میان ملیت‌ها تنها و تنها از طریق مذاکره میان نمایندگان مجالس قانونی متعلق به این ملیت‌ها امکان پذیر است. ما تشکل‌های عضو کنگره ملیت‌های ایران فدرال مسئولیت حل اختلاف محتمل اراضی مناطق ملی در ایران را به مذاکرات متقابل با تکیه بر شیوه مسالمت‌آمیز و دموکراتیک مجالس ملی در آن مناطق واگذار می‌کنیم و به آن تأکید داریم. با توجه به این نکته آنها خواستار ایجاد اتحادیه به قول خود از ملیت‌های ایران هستند، یعنی اینکه هر ملیتی مستقل و در اتحادیه با هم جمع می‌شود. آیا این تجزیه ایران نیست؟ احتمال دارند فکر می‌کنند که ایران با وضع اقتصادی فعلی و فشارهای جدیدی که در راه است از هم خواهد پاشید و از هم اکنون به فکر تقسیم آن هستند. سوال این است که به فکر حفظ یک پارچگی ایران یا تجزیه ایران هستند. چند سال پیش اطلاعات سری بسیاری توسط سایت ویکیلیکس به اطلاع عموم رسید. معلوم شد که بسیاری از برادران عرب ما خواستار تجزیه ایران بوده و دائما این فکر را به دولت آمریکا پیشنهاد می‌کرد. آیا فعالیت‌های کنگره ملیت‌های ایران فدرال در راه تحقق یافتن این خواسته است؟ احتمال دارد که تعدادی از دشمنان خارجی جمهوری اسلامی خواهان نابود کردن جمهوری اسلامی حتی به قیمت نابودی ایران باشند. خودتان را به جای ایشان بگذارید. اگر قرار باشد به ایران حمله کنند، آیا بهتر است سربازان خود را به خطر بیاندازند؟ یا اینکه در ایران جنگ داخلی به پا کرده تا ما یکدیگر را نابود کنیم. در ضمن اگر به ایران حمله کنند اکثریت ما ایرانی ها با هم در مقابل خود
در ضمن اگر به ایران حمله کنند، اکثریت ما ایرانی ها را با هم در مقابل خود متحد می کنند. پس یکی از گزینه های آنها می تواند ایجاد جنگ داخلی و نابود کردن ایران و جمهوری اسلامی با هم باشد. خاطرتان باشد که دل آنها به حال ما نمی سوزد. هدف آنها حفظ منافع خود است که حفظ جان سربازان می تواند برای آنها اولویت اول را داشته باشد. آیا فعالیت های کنگره ملیت های ایران فدرال می تواند آماده کردن زمینه جنگ داخلی در ایران باشد؟ با توکل به خداوند باید بسیار هوشیار باشیم. با دروغ، درویی و نوکری نمی توانیم به آزادی برسیم. تنها راه رسیدن به آزادی حقیقت است. خداوند در سوره فاطر آیه 43 می فرماید: بدین جهت که می خواستند در زمین تکبر و گردنکش کنند و مکر در اعمال بد اندیشیدند و مکر زشت و فکر بدکاری جز بر صاحبش احاطه نکند. پس آیا اینان جز آن که به طریقه امم گذشته هلاک شوند انتظاری دارند و طریقه خدا هرگز مبدل نخواهد و طریقه خدا را هرگز مبدل نخواهی یافت و طریقه حق را هرگز تغییر پذیر نخواهی یافت؟ آنهایی که قصد ایجاد جنگ داخلی در ایران رو دارن انشالله خود نابود خواهند شد. قربان، من گفتم این رو خدمت شما و بینندگان عزیز خوندم و حالا اگر سوالی باشه من در اختیارتون هستم. آقای انصاری، من باید این بعد از ظهر فقط به گفته شما فکر کنم، چون یه سری از دوستان شکایت کردن روی فیسبوک که حرفای شما تکراریه. من براشون نوشتم که صبر کنید، شما بعضیاتون به خاطر اون نفرتی که از آقای انصاری دارید تایتل صحبتای ایشون رو گوش ندادید که ایشون گفت جنگ داخلی، و من بی صبرانه منتظر بودم که شما به من بگید چجوری جنگ داخلی. دوستان دقت کنید آقای انصاری چی گفت. گفت اگه آمریکا لشکرکشی کنه، ایرانیا متحد میشن حتی با آخوندا در مقابل کسی که میخواد تجاوز کنه. ولی اگر آمریکا بین ایرانیا تفرقه بندازه، خودمون هم دیگر رو میکشیم. این روش رو روسیه در انتخابات آمریکا انجام داد و این روش رو قبلا آمریکا و کشورهای دیگه در جنگ ایران و عراق انجام دادن. به دو طرف اسلحه میدادن، البته اون موقع برای پول بود، الان برای یک مسائلی بالاتر از پول. ولی شما چند تا نکته رو گفتید که بعد این دوستمون آقای اکبری از ایران، والا من دیگه واقعا خسته شدم از دوستان. دوستمونه، همشهریمونه، ولی میگه که جناب انصاری خیلی بیشتر از این حرفا از شما انتظار میرفت. ما در شهرمان به این گونه حرفا میگوییم بحث‌های خاله خان باجی بازی. ببین آقای اکبری، آقای انصاری اول جاده رو باز میکنه که من و شما وقتی سوار این ماشین اطلاعات میشیم بتونیم به هدف برسیم. اینجا میگن paving the road. ایشون برای من و شما شخصیت آهی رو نشون میده، شخصیت رضا پهلوی رو نشون میده، شخصیت اطرافیان رضا پهلوی رو بازگو میکنه تا بعد شما بدونید همین فردا پس فردا که باز کنگره نشست و پنجمین نمیدونم هست در آمریکا چه خواهد گذشت. یک کم صبور باشی و من واقعا اگر میتونستم کامنت ها رو در حین برنامه زنده استاپ کنم این کار رو انجام میدادم. ضمن این که حسنی که داره اینه که مینویسید و من باعث میشه در موردش صحبت کنم. آقای انصاری، خود من اجازه دارم چند تا سوال از شما بپرسم؟ میدید من این دو تا جواب بدم به این مطلبی که فرمودید. بفرمایید. اولا که در یه فیلمی بود به نام جنرال پتن که ما اون وقت در ایران دیدیم، که ایشون میگفت که در اولش میاد نطق میکنه. ایشون یکی از جنرال‌های بسیار مهم آمریکا در جنگ دوم جهانی، و میگه هیچ وقت کسی جنگ رو نمیبره به خاطر اینکه برای مملکتش کشته بشه. شما جنگ رو میبرید برای اینکه کاری بکنید که طرف مقابل برای مملکتش کشته بشه. خب اینها
قربان، هدفشون اینه که حتی امکان سربازان خودشون کشته نشن و اگر قراره که جنگی بشه این جنگ رو ما خودمون بکنیم و خودمون پدر خودمون در بیاریم. دو، من آمدم میگم که آقای آهی نقدم داره این کار رو سرپرستی میکنه اونجوری که ما شنیدیم و به علاوه آقای نوری زاده که این اصلا بیشتر تمام همون موقع که مسائل ویکی‌لیک رو شد و اینها هم امارات و هم عربستان سعودی همه اینها دائم به آمریکایی‌ها فشار میارن میآوردن که شما باید ایران رو تجزیه بکنید و این رو شده، این اصلا وجود داره. حالا ما میگیم که الان اینها یه طرحی دادن که نمیگن که این فدرال اسمشه، ولی اینا میگن همه مسائل باید در چیز مجالس هر استانی تعیین بشه. یعنی شما یه مجلس ملی نداری، یه مجلس‌های مختلف منطقه‌ها داری که اونا میشینن با هم حرف میزنن. پس یعنی میخوان اتحادیه درست کنن، بعد بین اینها جنگ میشه، بعد همین جنگ و خونریزی. بعد من دارم به شما میگم که آقا شخصیت آقای آهی کیه؟ شما تا آگه آقای آهی رو نشناسید که نمیتونید بفهمید که او داره چی کار میکنه و چه جوری وارد میشه. و بعد ایشون در کارش بسیار 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 وارده. من با تمام این صحبتهایی که با ایشون داشتم، ایشون رو میدیدم، ایشون ظرف 3 دقیقه من رو گول میزد. در نتیجه خیلی باید مواظب بود. و بعد اینجا جون مردم در خطره. شما ببینید بدترین چیز برای ایران بدتر از تجزیه جنگ داخلی. حالا خوبتون من در اختیار شما هستم، بفرمایید. بسیار ممنون. اولا باز شما توی گفتهاتون گفتید که عربستان سعودی از همون اول با پول دادن، حتی من یادم در مصاحبه‌ای که با آقای چیز انجام میدادم، آقای شهبازی، ایشون گفته بود که یه دفعه آمده بودن پول بدن به یا صحبت کنن با رضا پهلوی و این گفته بود که به اصطلاح بچه بابات نیستی اگه با اینا معامله انجام بدی، که البته یادم نیست از طرف عراق بوده یا از طرف عربستان، ولی نه عراق بوده. ولی خب من یه چیزی یادمه، اولایی که اومدم آمریکا یه بحثی بود که عمه آقای رضا پهلوی گویا یه پولی از عربستان یا مراکش و حتی دعوا شده بود که من این پولو دادم مثلا برای این، تو بردی سرمایه گذاری کردی. این همون موضوعی که شما امروز گفتید 2 میلیون دلار یا بیش؟ نه، ایشون چندین بار کمک مالی کرد. بله خب، و این یکیش بود که ایشون رفت و پول رو داد به سازمان سیا که اینها تر بریزن و چیزش هم آقای ریکناین بود. ولی همه اینها همیشه اصرار میکردن که آقای آهی نباید خبردار بشه. ببخشید، پول رو داد به سازمان سیا؟ سازمان سیا پول می... خب اینا دیگه به قول خرجشو داد. خب اجازه بدین، ما این خانواده رو تا اونجایی که میشناسیم اینا پولی نمیدن جز این که گرفته باشن از یه جایی یه مبلغ کمیشو خرج کنن. اگه پولی داده پس از همون یا مراکش یا از عربستان یه پولی گرفته بوده. نه ببینید، والا یا والا حضرت اشرف، والا هرچی که اسمشو بذارید، ایشون ثروتش بالای 1 میلیارد دلار بود. آخه موضوع ثروتمند بودن اینا نیست، موضوع خصاصت اینا هست. خانواده ایشون دست و دلباستر. خب الحمدلله. پس اونی که میگفتن یعنی ببخشید، چندین بار پولای خیلی بزرگ بین اون داد. بله. خیلی من دوستان دیدید که آقای انصاری قشنگ توضیح دادن عربستان و کشورهای دیگه از همون روز اول بنای به اصطلاح دشمنی با ایران که میشه حقم بهشون بدید، چون ایران هی میگه ما میخوام انقلاب صادر کنیم و اینا ترسیده بودن از این قسمت. ولی میبینیم حتی امروز یه شخص احمقی به نام حمزه پور توی این منطقه میاد سر و صدای به پا میکنه، بعد آبروی خودش رو میبره. 25 نفر کمتر از 30 نفر جمع شده بودن که اینا هم لابد کسایی بودن که بلندگو کرایه داده بودن، عیاب ذهاب و فلان اینها، و بعد خانم زینا تهرانی باهاش صحبت میکنه، معلوم میشه که عربستان سعودی به این قول داده بوده. البته ناگفته نماند، به حرفای حمزه پور نمیشه اصلا اطمینان کرد. شما شناختی از این شخص دارید یا میخواین دربارش صحبت کنید یا نه؟ نه، من حالا وارد میدونید الان مثلا شما وقتی این، من دو تا مطلب رو بذارید اینجا براتون عرض بکنم. ده. یکی این که ما اون وقتا فکر میکردیم که مثلا از آمریکا و انگلیس و اینا نباید پول گرفت، چون اینا میان به قول معروف بعدها در امور داخلی ما دخالت میکنن، یا مثلا نمیم یه کنترات هایی که باید داده بشه رو اینها فشار میارن که به اونها داده بشه. ولی از شاید مثلا از برادران عربمون اگه پول بگیریم مانعی نداره. بعد یالا معلوم شده که برادران عرب ما اصلا میخوام ما رو نابود کنن.
یعنی اصلا گرفتن پول از اینها خیلی بدتره تا از، یعنی هر دوش غلطه ولی این هم بی چیز نیست، بی معذرت میخوام بی هزینه نیست و هزینهش خیلی بیشتر از پولیست که حالا از آمریکا و جای دیگه میگیرن. اونا در نفوذ میکنن، اینا که میخوان نابود بکنن. بسیار ممنون آقای انصاری. شما گفتید که ایشون وقتی پشت سر شما حرف میزد و اینا، بعد شما اعتراض کردید، بهتون گفت که آخه به مردم، آخه به ما گفتن که هوشنگ انصاری به شما پول داده که رضا به ایران نره. چه دلیلی باید هوشنگ انصاری داشته باشه که پول بده به شما که رضا به ایران نره؟ اولا دروغه، کاملا دروغه. و بعدم اینها همین همه، ببینید حالا اگه شما به این صحبتی که من امروز کردم قسمت سیاسیش، این همه دارن همه دیگر رو میکوبن. اصلا ما که رفته بودیم که مثلا جمهوری اسلامی رو برای بیاندازیم، همه دعوا بین آقای احمد اویسی و آقای آهی و آقای تو همون سازمان آقای امینی هم بین شاهین فاطمی و اسلام کاظمی دعوا بود و همه مشغول دعوا با هم. آقای آهی میخواد آقای فروغی رو بیرون کنه، میخواد آقای هلاکو رامبد رو بیرون کنه، میخواد گنجی رو بکو. اینا هیچ کدوم وقتی برای جمهوری اسلامی ندارن. بسیار ممنون. شما یه جای دیگه گفتید که سازمان سیا بعدن فهمید که رضا تنها گزینه نیست. به نظر شما چه کسی یا چه کسانی، چه سازمانی؟ نه این رو نگفتم، گفتم که آهی به رضا برگشت گفتش که شما نرو، خودتو به خطر ننداز، شما بشین، تو تنها گزینه آمریکایی‌ها هستی. بعد این همون سال 86، تو همون سال 86 یه دفعه همین یه چند ماه بعد این مسئله ایران کنترل رو شد که آقای آلیور نورف و اینا همه رفته بودن ایران و با ایران مشغول معامله بودن. بعد اونجا تازه رضا فهمید که تنها گزینه نیست. زمان ریگان، همون ریگانی که معلم و رول مدل آقای ترامپ، همون ریگان هم با آخونده به اصطلاح معامله کرد. نه نه اصلا با چیز رفتن دیگه، با هواپیما رفتن و کیک بردن و... بله خود من بندر عباس بودم، وسایل رو میدیدم، وقتی پرسیدیم گفتن اینا از قبل از ایران اینجا مونده بود که دروغ به اصطلاح کاملی بود. شما اسم آقایی به نام امیر طاهری را آوردین، ایشون همون خبرنگار و روزنامه‌نگار نیست؟ بله آقای امیر طاهری در اول کار که ما با هم با آقای معینیان و آقای رامبد و اینها اول کار، اون گروه اول، آقای امیر طاهری قسمت امور مطبوعاتی دستش بود، همون آقای امیر طاهری معروف. بله. بله بعد که این به هم خورد، بعد دوباره وقتی آقای رامبد رو دفعه بعد من خودم به فشار، یعنی با توصیه آقای احمد اویسی، وقتی من به رضا قبولوندم و آقای رامبد برگشت، آقای امیر طاهری هم با ایشون آمد، ولی بعد قرار بود آقای آهی نباشه، ولی به محض اینکه آهی برگشت دیگه همه رو به هم زدیم. من آقای آهی رو بله. من آقایی که حالا از ایران برای شما زده، این آهی در کارش خیلی ماهره و شما اگر ایشون رو نشناسید مملکتتون رو به باد میده. حالا شما نمیخواید که ایشون رو بشناسید، من با ایشون مملکتتون رو به باد بده. خب من ایشون رو ملاقات کردم توی مریلند. بله توی مریلند یه سمینار و کنفرانسی بود که آقای نوری علا را انداخته بود و جالبه که همون جوری که شما گفتید، ایشون به دلیل همون کار کردن با وزارت اطلاعات از یک زبان و صحبت خاصی به اصطلاح میتونه استفاده یا حتی در حد سوء استفاده پیش بره موضوعاتی رو که میخواد. من باز از شما ممنونم که ما رو به اصطلاح هشدار دادید درباره این نشست که بعضیا خیلی ساده میگن آقا میشه مثل آلمان دولت فدرال، میشه مثل آمریکا دولت فدرال. بابا اینا میگن که هر کدوم اگه برم بخونم، اینو که اصلا نوشتن در همون چیزی که آقای دادرس، اینا میگن که مذاکرات بین مجالس هر ایالت تشکیل میده، یعنی هر مثلا استان فارس مجلس خودشو داره، با استان مثلا آذربایجان که مجلس میشینن صحبت، یعنی هر کدوم مستقلن. یعنی میشه فارس یه مملکت، آذربایجان یه مملکت، بعد اینا با هم اینجوری برمیاد از اون چی که نوشتن. اینا میخوان ایران رو تقسیم کنن، بعد این تقسیم با هم متحد بشه، بشه اتحادیه اروپا مثلا. از شما یعنی. بسیار ممنونم و قربونتون برم. من گفتم شما کتاب ما رو هم یک پس تبلیغش رو بذارید. بله بله. اگه ممکنه تو این برنامه یا صلاح نمیدونید حتما الان تبلیغش رو میذارم در حین صحبتتون.
هم کتابتون رو نشون دادم، هم وبسایت آمازون رو نشون دادم، هم عکس ها رو نشون دادم و من هم به شما پیشنهاد میکنم برنامه رو یکی دو ساعت دیگه از روی یوتیوب تماشا کنین، هم به دوستان خوبمون مثل خانم لیلا میلانی، مثل آقای اکبر اکبری و اینا اگه پرسشی دارن مثل من باید، من از به اصطلاح ناصبری بودن چی میگم کم صبر بودن نمره یکم، ولی مثل من صبور باشن، برنامه رو کامل نگاه کنن و بعد بنویسن سوالا رو برای من بفرستن یا روی فیسبوک شما که فیسبوک رو هم نشون دادم با شما تماس بگیرن، سوالا رو مطرح کنن یا نظراتشون رو بنویسن و شما هم دو برنامه دیگه قراره که با ما باشید، امیدوارم به تأخیر نیفته و به زودی با شما باشیم. جناب سربی، من یادم نره از آقای پتیک هم خیلی ممنون هستم که امکان این کار رو، هم از خداوند هم از شما هم از آقای پتیک خیلی ممنون هستم که امکان این برنامه رو برای ما تهیه فرمودید و انشالله. و ببینید، من وقتی که میام از مسائلش خصوصی و سیاسی صحبت میکنم برای اینکه شما ایشون رو بشناسید، این برای این نیست که من اینو برای خودم و آقای آمن که ظرف این 30 سال که هیچی نگفته بودم، ولی وقتی که ایشون میاد و سرکردگی تجزیه و ایجاد جنگ داخلی رو شروع کرده، خب ما بشینیم تماشا کنیم و بگیم بخواه. خیلی ساده بگم، من شما رو 16-17 ساله میشناسم دوستان، همین امروز دیدید تو برنامه من از ایشون سوال میکنم راجع به آقای حمزه پور بگید، آقای احمد علی مسعود انصاری معمولا راجع به دیگران نه غیبت میکنه نه چیزی میگه، ولی وقتی که یه مسئله مهمی مثل جنگ داخلی میاد و یه شخصی که از هر جایی پول گرفته و میگیره و خواهد گرفت و هیچی براش مهم نیست، هم وظیفه ملیش میدونه هم وظیفه دینیش میدونه، هرچی هم شما میخواین ایراد بگیرید. من به نوبه خودم از شما ممنونم. نه و بعد قوم اینا متوجه نیستن دوستان ما که میدونید جنگ داخلی بشه چند میلیون نفر کشته میشن. خب البته مجری آقای بود پدر خودم رو در آوردم که نذارم جنگ بشه بین آمریکا و ایران. بله البته خب مجری تلویزیون داریم که خانم صهیونیست در کالیفرنیا میگه که اون موقع ما 30 میلیون بودیم، حالا 80 میلیونیم، حالا 7 میلیونش هم کشته بشه باز هنوز 70 میلیون میمونه و هیچ مسئله ای نیست. در صورت چون اونا رو داریم ما باید بیایم صحبت کنیم. و دوستان اگر برای شما ممکنه تکراری باشه، خسته کننده باشه، شما مجبور نیستید تماشا کنید، ما شما رو نه شکنجه کردیم نه چیزی، ولی مطمئنم افرادی مثل پتیک مثل دیگران وقتی امروز این فیلم رو با دقت نگاه میکنن و با دقت گوش میکنن، اون وقت ممنون میشن از آقای انصاری که به یک جایی نگاه میکنه که من و شما ممکنه حتی به عقلمونم نرسیده باشه. من از شما ممنونم، میریم اون آگهی برنامه شما رو ببینیم، اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه اصلا خداحافظی کنم. نه منم خداحافظی میکنم، از شما ممنون هستم، خدا پشت و پناهتون باشه تا برنامه بعد و انشالله که خداوند همه ما رو حفظ کنه. امیدوارم. خیلی ممنون، به امید دیدارتون. خدا حافظ شما. دوستان عزیز، با آقای احمدعلی مسعود انصاری بودیم. اجازه بدید من فیسبوک ایشون رو که به همین اسم خیلی ساده، حالا اسمشون طولانیه دیگه کارش نمیشه کرد، احمد علی مسعود انصاری، هم بالا توی اون آدرس بوک نوشته هم این پایین بغل عکسشون، عکسشون هم عکس خانوادگی است، احمد علی مسعود انصاری، و باشون در تماس باشید. ضمناً سعی میکنم برنامه بعدی یه مقداری به اصطلاح زودتر باشه، ولی اجازه بدید که من حالا این آگهی کتاب ایشون رو هم بهتون نشون بدم و یه جایی گذاشتمش که پیداش کنم حتما به شما نشون خواهم داد. آقای انصاری اینجاست و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، میتونید آگهی به اصطلاح بیزینستون سرویستون رو داشته باشید و اگرم کتابی نوشتید میتونید اینجا نوشتن به اصطلاح کتابتون رو به دوستان معرفی کنید. ممنونم از دوستی که در برنامه قبلی 2 تا از این کتابا رو از ما از تلویزیون مردم خریداری کرد و گفت حمایت رو ارسال میکنه. با هم بریم کتاب آقای انصاری رو ببینیم و بشنویم. به نام خداوند بخشنده مهربان.
به نام خدایی که یکی است و هرچه است از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. حضرت عیسی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید حقیقت را پیدا کنید و حقیقت شما را آزاد می کند. برای آینده بهتر باید گذشته خود را بهتر بشناسیم، به خصوص اگر هدف گروهی برگرداندن گذشته به آینده باشد. به لطف و بزرگی حضرت حق و به شکر او، به اطلاع تمام علاقمندان به تاریخ معاصر ایران میرساند که کتاب سوم احمد علی مسعود انصاری به نام ناگفته‌هایی از تاریخ معاصر که مکملی بر کتاب‌های من و خاندان پهلوی و من و رضا میباشد که شامل مصاحبه‌ها، مقالات و جوابیه‌های احمد علی مسعود انصاری است، توسط شرکت آمازون منتشر شد. از جمله عناوینی که می توانید در این کتاب از مصاحبه ها، مقالات و جوابیه ها مطالعه بفرمایید به شرح زیر است. 1. چرا شاه از ایران رفت؟ 2. تلاش های هاشمی رفسنجانی برای عادی سازی روابط با آمریکا. 3. سقوط شاه از نگاه نزدیکان فرح پهلوی. 4. فرح با فساد اقتصادی مخالف بود. 5. سقوط سلطنت تقدیر الهی بود. 6. آیت الله شریعت مداری، شاه و احمد علی مسعود انصاری. 7. نقش فرح و یاران در انقلاب ایران. 8. پیدا و پنهان رضا پهلوی. 9. جبر و اختیار. 10. پاسخ به اظهارات فرح پهلوی. 11. پاسخ به شعبان جعفری و 12. پاسخ به پرویز ثابتی. علاقمندان می توانند این کتاب را از شرکت آمازون خریداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات و لینک زیر این ویدیو توجه فرمایید. بله، یه مقدار این توضیحات و لینک رو نگه می دارم. ممنونم. آقای اکبر اکبری میگن آقای انصاری، آلمان هم داره به صورت ایالتی اداره میشه. دوست عزیز، شما توجه نکردید. آقای انصاری توضیح داد، گفت که مثل آلمان و مثل آمریکا نیست، یه چیز جدیدیه، مثل اون کشورهایی که تیک تیک کردن، کوچیک کردن اطراف روسیه و هر دقیقه خطر این که یکی بهشون حمله کنه. حتی خود شوروی دیدید دیگه، انکس رفت یعنی که اونا رو به خودش، یک کشوری رو به خودش چسبون. که همین آلمانی که شما میگید بله اینا اینجوری میان و یه نخست وزیر انتخاب میکنن، بعدم نوشتید سر نخست وزیر، آلمان اینا از جی 8 کرد بیرون. یک کم دقت کنید، یک کم جبهه نگیرید، یک کم صبر کنید، بعد با صبر و حوصله انتقاد کنید. همین الان که من با شما صحبت میکنم، حتما دیدید که هر روز یکی دو نفر را میفتن میرن مجلس آمریکا و این بار پنجمین کنفرانس گذار به دموکراسی. شما به من بگید گذار به دموکراسی ایران با این همه وسایل ارتباطی، با این همه تلویزیونای مختلف، با این همه سوشال مدیا، چرا اینا هر جا ولشون میکنی، سر خر ول میکنی، میرن تو مجلس آمریکا، مجلس آمریکایی که مثل خر به گل مونده، گلی که ترامپ براشون درست کرده. آقای اکبری دوست عزیز، یه مقداری با دقت نگاه کن. پنجمین کنفرانس گذار به دموکراسی، آقای گلن ترشیزی، غلام ترشیزی بلند میشه با فخرآور و دیگران میرن توی مجلس اینجا. حالا اون موقع کیمیات و اینا برای من و شما مهم نیست، مهم اینه که اینا اسمشونو می‌نویسن که ما رفتیم تو مجلس و ایرانی ها هم فکر میکنن اینجوریه. و جالبه، فردا اگر جنگ داخلی شد، اون طرف ایرانی فکر میکنه اینا با اون هستن، اون طرفش فکر میکنه اینا با اون هستن. حالا شما، من نمیدونم، میخوای یه برنامه تلویزیونی نگاه کنی، چه انتظاری داری وقتی آمدی نگاه کردی؟ از قبلم 4 روز گفتیم، روی فیسبوکشون هم نوشتن، پیدا و پنهان رضا پهلوی، پیدا و پنهان شهریار آهی.
یعنی اون چیزی رو که شما میبینی و این چیزی رو که ایشون از داخل خبر داشته. آقا اصلا اینجا اف بی آی عاشق افرادی هست که برای یه شرکتی کار میکنن، بعد از اون شرکت به هر دلیلی میان بیرون ناراضی هستن، میرن تمام کثافتکاری های اون شرکت اون سازمان رو به اف بی آی و آی آر اس خبر میدن. همین آلمان خودتون قول میدم که اینایی که میان از داخل یه جایی خبر میدن خیلی دوستشون دارن، خیلی با احترام. حالا یه سری شاه اللهی میان میگن نمک خوردی، نمک دون شکستی، که آقای انصاری میگه اصلا من به این نمک و نمک دون باور ندارم، هیچ نمک دونی غیر از خدا نیست، هر نمکی هم خورده مال خدا بوده. در صورت ممنونم که بازم هستید، امیدوارم که حرف منو گوش کنی و ببینی پنجمین کنفرانس فردا ساعت 9 صبح کیا میرن اونجا. غلام ترشیزی که وقتی میره اونجا فکر میکنه فخرآور که شاه اللهیه، فخرآور که میگه حالا اگه رضا شاه هم نخواست، رضا پهلوی هم نخواست شاه بشه، خودم شاه میشم، چه منفعتی داره، چه وجه اشتراکی داره با آقای غلام ترشیزی مجاهد؟ بعد غلام ترشیزی دیروز میاد مینویسه که رضا پهلوی چنین و چنان، چون رضا پهلوی از هول حلیم که این چوب برنده شدن و پرچم ایران رو ندن دست مجاهدین الان به تقلا افتاده. دوست عزیز، تو مو میبینی و من پیچشم. البته گفتم از موقع که سنمون از 50 رفت بالا شما مو میبینی، من ریزشم. ممنونم. خب تهران به پا خواست، اجازه بدید بریم سراغ آقای فری و فریدون و ببینیم که چی گذاشته بوده که ما این حرف رو زدیم، یعنی نوشتیم اینجا نزدیم. خب میگن که مشکل آقای انصاری این هست که مثل یک ربات همینطوری میخونه بدون اینکه برای هر اسمی شاید بیننده توضیح داده باشه، مثل که مثل مردی که دوست فرهناز بود. این ایراد شما واقعا وارده. میدونی چرا؟ ایشون سه بار برای من عکس‌ها رو فرستادن، من بهشون میگم آقای انصاری شما عکس که میفرسی حتی منم اینا رو نمیشناسم، باید عکس‌ها شماره گذاری نه اسم گذاری، شماره گذاری بشه. در حین برنامه که شما دارید میخونید وقتی رسیدید به جمله آقای امیر طاهری به من بگی سربی عکس شماره 26 رو نشون بده، من عکس امیر طاهری رو نشون بدم که خانم لیلا از کالیفرنیا و دوست ما آقای اکبری از آلمان و دیگران از کل دنیا بفهمن این همون امیر طاهریه که قرار روزنامه نگار باشه. یه دفعه چجوری سیاست مدار میشه و میکشنش تو اون ماجرا. این ایراد شما به جاست، آفرین مرحبا، ولی به خاطر اون ایرادای قبلی که گرفتید یه مقداری کمرنگ میشه. شما کاملا درست میگید. من اگر بتونم با آقای انصاری بارها گفتم اونایی که از شما ایراد میگیرن که چرا نوشته میارید، باید ایراد بگیرن که شما نوشته رو که میگید میخونید بیروحش میکنید، و الا استاد دانشگاه وقتی میاد کتابی رو که خودش نوشته، تحقیقاتی رو که خودش نوشته به صورت کتاب میاره میذاره اینجا، ولی سرش رو نمیکنه پایین بخونه. سوربی که میاد 4 روز اینا رو نوشته گذاشته اینجا، هیچ وقتم فکر کنم اگه یه روز من اینا رو تموم کنم عمرم تموم میشه جلو دور می، ولی هیچ وقت سرش رو نمیندازه پایین بگه انصاری 3 بعد از ظهر، چمنارا 4 بعد از ظهر، آقای مرداد ساغچی، مازیار شکوری، از اعتراض تا اخبار، ریچموند ویرجینیا، عکس پابلیک. هی اینو میخونه، هی نگاه میکنه، تماس و ارتباط برقرار میکنه. آقای انصاری مجری برنامه نیست. من اگه بتونم یه 3 ساعتی میفرستمش فیرفاکس پابلیک اکسس $50 هم خرج کنه، یه برنامه گویندگی داشته باشه. آقای انصاری روزی هم که معلم یا استاد دانشگاه ایران بوده، دانشگاه شاه بوده، دانشگاه پهلوی بوده و نمیدونم درس دادنش هم چجوری بوده، ولی اونی که شما الان گفتی خیلی قشنگه، نمیتونه ارتباط برقرار کنه. ولی بعضی ها ایراد میگیرن آقا چرا از رو کتاب میخونه؟ آقا از رو کتاب میخونه که ردیفش رعایت بشه.
ولی دیگه خیلی میره تو کتاب، حالا از تو کتاب بیرون آوردن مشکله. مرسی مرسی مرسی، زدی به هدف. من اصلا اونایی که همش داخل مجلس هستن جدی نمیگیرم، به یه عده آدم هستن که به اصطلاح دارن واسه خودشون شغل دست و پا میکنن. بله، مردی که مذهبی حرف میزند قابل اعتماد است، یاور شادمن. من از شما میپرسم، به نظر شما قابل اعتماد هست؟ شما پاپ رو قبول دارید؟ آقای ترامپ که ادعا میکنه مذهبی قبول دارید؟ آقای پنس که نخست معاون رئیس جمهور آمریکا است مذهبی قبول دارید؟ تو کدام کشور زندگی میکنید آقای یاور؟ بگو کدام کشور تا برات بیارم از رئیس جمهورش تا اون دربون مجلسش، همشون ادعا میکنن مذهبی هست. اینا رو شما قبول داری؟ اگه قبول داری باید ایشون رو قبول داشته باشی، اگه قبول نداری باید خط و بطلان رو همه بکشی. ولی اگه از من سوال کنی، من از سال 2001 ایشون رو میبینم و هفته یه بار تلفنی زنگ میزنه، ایمیل میفرسته، چند تا برنامه داشتیم، تا امروز از ایشون دروغ نشنیدم. ممنون. خب بریم، ما خیلی بدهکاریم امروزا. این PSA رو نشون بدم. PSA بهش میگن Public Service Announcement، یعنی ما از کسی پولی نمیگیریم، این رو همینجوری برای آگاهی مردم، یعنی آگاهی نیست، آگاهیه، به شما میگیم. یکیش همین که اینایی هستن که حتی اسمشون رو نمی‌نویسن. Constitutional Revolutional کیه؟ آقای فخرآور کیه؟ آقای گلن ترشیزی کیه؟ یه سریشون مجاهدن، یه سریشون شاه اللهی. از مجاهد بودن خجالت میکشن، نمیگن مجاهدیم. از شاه اللهی بودن خجالت میکشن، نمیگن شاه اللهی. شما به اینا اطمینان میکنید؟ من اطمینان نمیکنم. گفتم بیچاره این شهافر، آقای جاوید شهافر بلند شد از استرالیا با کول پشتش اومد اینجا، گفت حالا هرچی تقسیم میکنن تو اینم بریزن. بهش گفتم مرد حسابی، تو قاضی مملکت ما بودی، جایی که شتر بود به یک قاز، خر قیمت واقعی نداره. وقتی قاضی مملکت ما یه نادانی باشه که در 70 سالگی گول این امیر عباس ننگاور رو بخوره، منی که یه دبیر ساده بودم ازم انتظاری نیست. ولی بیایم بریم یه جای دیگه، بیایم بریم به فوتبال. و خیلی جالبه، امروز دیدم که آگهی میکنن توی ایران که بعد از فوتبال بیان بیرون، ایران رو آزاد کنید. گفتم حتما میان، حتما میان، حتما میان، حتما میان، بشینید میان. بعد از فوتبال بیاین اونجا ایران رو آزاد کنیم. و اینجا فکر کنم ارشیا کیا برای من اینو فرستاد. بله میبینم اسمش اینجا، World Cup Viewing Party. او این مال امروز بوده، پس ببخشید نمیدونم چرا امروز برای من اومده، اب نداره، دوستان ایرانی گاهی وقت یه روز عقب. این مال امروز بوده. یه جایی هست بهش میگن بیر گاردن یا بیر گاردن، یعنی باغ آبجو، مثل گاردن پارتی یادتونه. اینجا جای خوبی هم هست، یه محیط بازی، هر وقت هوا خوبه بیرون، هر وقت هم هوا بارونی باشه داخل، آبجوهای مختلف داره و اینها، بازی رو اونجا نگاه کردن. و اما یک پیامی هست از آهان، من آقای خانم بابو، من هنوز نمیدونم، ایشون یه چیزی برای من نوشته بود درست مثل همین نوشته آقای اکبری که آقا ما از شما انتظار نداشتیم، اینها خال زنک هست و فلان. من براتون اینو نشون میدم چون جای عمومی نوشته بودن و میخونم براتون، ببینیم که چه باید کرد و ما کی از این مکافات رهایی پیدا میکنیم تا بتونیم قشنگ برنامه درست حسابی داشته باشیم. میبرمتون کمرای 3. ایشون نوشتن که از این همه حقارت حالت تهوع گرفتم. آقای زاهد مکانیک، ببینید ایشون مکانیک بودن رو به عنوان یک تحقیر استفاده میکنه. آقای زاهد مکانیک، خب شما تا اینو بگی من اولین سوالم اینه که پدر شما چه کاره بوده، خود شما چه کاره هستین، برادرتون چه کار میکنه، شوهر خواهرتون چه کار میکنه، پد بچه شما فردا چه کار میکنه، اب نداره. از این همه حقارت حالم به هم خورد و اینها، آقای زاهد مکانیک، آقای زاهد هفت لنگ،
هر که را شما دوست باشید نیازی به دشمن ندارد. بالا غیرتن دوست داشتم شما مرد مدعی شجاعت ورقه بانکی که نماینگر مبلغ و تاریخ ارسال برای دکتر است نشان میدادید اگر صحت داشته باشد. قسم میخورم که حتی وسایل منزلم را فروخته و قرضتان را میدادم. نه مبلغ را گفتی و نه مدت پرداخت آن را. شرم‌آور است. دوست عزیز توضیح داد، گفت که کتابش که نوشته بود بعد دنبال یه ویراستار میگشت، ولی شما راست میگی، تو تلفن به من گفتن 1000 خورده ولی تو صحبتاشون نگفتن. این ایراد شما به آقای زاهد هفلنگ وارده. دلیلش هم اینه که ما هر چی خودمون رو میکشیم به اینا میگیم بابا میدونم که یادت هست، بنویس امروز که فردا یادت باشه. باز میگن بابا این سوربی هم دیوونه هستا، من عقل کلم. آقا شما ببین من به چند نفر در برنامه میگم تلفنتون رو خاموش کنید، این تلفنتون رو نزدیک، معمولا همشون هم اینترنتشون وایرلس شده این روزا، تلفن تازه اگه این کامپیوترتون وایرلس نباشه با سیم اینترنت باشه، باز همه این موجات تو هوا و اینها وقتی تلفنتون رو میذارین نزدیک کامپیوتر و اینها اشکالی را ایجاد میکنه. اگه من به شما بگم برای این دوستان من قبل از برنامه ایمیل میفرستم، یه ویدیو نشون میدم که لطف کنید قبل از برنامه اینترنتتون رو خاموش کنید، کامپیوترتون رو خاموش کنید و بعد از چند دقیقه روشن کنید و این ویدیو کوتاه را تماشا کنید، یکیش میاد میشینه پشت سرش ویندوه میشه مثل سیاه‌قلم، یکی میاد میره اون دور میشینه که ما باید با قلاب ماهیگیری بندازیم که آقا بیا جلو، یکی دیگه میره انقدر جلو میشینه که ما موهای دماغش و جوشای رو صورتش هم میتونیم بشماریم. آقا خانم کارمون خرابه، چرا قبول نمی کنی؟ قبول کنید کارمون خرابه تا شروع کنیم درستش کنیم. خب حالا میایم، شرم‌آور است، دوستی به شما اعتماد میکند، از شما پولی قرض میکند و شما در نهایت وقاحت آن را به حساب کلاهبرد. ای بابا شما اونی رو که اومده به این دروغ گفته پولش رو نداده چند ماه این ور اون ور چرخوندتش، اون رو شماتت نمی کنی. اینی که اعتماد کرده پول داده به اون، بعدم بهش ارتیماتوم داده که اگه پول ندی میرم تو تلویزیونی که برنامه، عجب روزگاری هستیم، عجب ملتی هستیم. آقا خانم منم از شما همچین انتظاری نداشتم که اینقدر بی‌انصاف باشی. طرف میگه آقا این پول برای من مهم نیست، مهم اینه که این آقا کمک سر کلا سر کسی دیگه نذاره. شما بیان به من بگید آقای دکتر نصر احمدی از زمانی که بچه خان بوده فرستاده شده به فرانسه تا بعد که دکترا گرفته، تا بعد که رفته تو دفتر رضا پهلوی، تا بعد که رفته نمیدونم هر جای دنیا که زندگی میکنه، یک روز از زندگیش چه کاره بوده، چه شغلی انجام داده. بابا انصاف هم خوب چیزیه. خب بعدن ایشون چطور بهش ولی تعجب من از آقای سوربیست که چطور به شما و امثال شما اجازه میده. آقا تعجب نکن، روزی که ایشون زنگ زد، اولا شما این شرطی که کردی اون پولو باخت، چون اون کسی که بین ایشونو دکتر نصر احمدی بوده و خودش پولها داده بود به دکتر نصر احمدی، برنامه هاشو اینجا خریده بود، اون آمد گفت آقا این آقا اینجوری شده، من دکتر نصر احمدی رو معرفی کردم اینجوری و این پولشو خورده. با همه اینها این سوربی که شما ازش تعجب کردی، و اگه قرار شما به این سادگی تعجب کنی از سوربی از دست شماها دیگه باید شاخ در بیاره از تعجب. سوربی بهش گفت آقا حالا شما میای میگی این بیچاره یا نداره بده یا کلاهبردار نمیخواد بده، اگه نداره بده که گفتن شما پولی بهش نمیده که بیاد به شما پرداخت کنه، اگه کلاهبرداره، آدم کلاهبردارم که از این چیزا نمیترسه. این یه نکته رو گفت آقا من اصلا این پولو نمیخوام، من میخوام کلاه سر دیگران نذاره. اون وقت من با همه اینا گفتم خب حالا بیا یه کاری بکن، هم من تو برنامه میگم هم شما بهش یه مهلتی بده، و آمدم تو برنامه گفتم اشکال شما اینه که مثل گنجشک از این تیوی به اون تیوی میپری و روزی که سوربی میاد برای آقای انصاری، برای آقای نصر احمدی
پیام میذاره آقای نصر حمدی، امروز من در برنامه اسم شما رو نمیگم ولی به بیننده ها میگم کسی که در این تلویزیون برنامه داشته پولی از کسی قرض گرفته، اگر پولو پس نده اون طرف میاد میگه این کلاهبرداره و آقای دکتر نصر احمدی حتی جواب اون پیام رو نمیده. شما چه کار میکنیم؟ من تا امروز که اینجا نشستم یک پنی نه از آقای زاهد هفلنگ گرفتم نه از اون دوست مشترکمون، با وجودی که ایشون توی برنامه‌هاش هم گفت که من تلاش میکنم حمایت کنم، آدم دروغگویی هم به نظر نمیاد، 100 دلار 200 دلار هم برای این پولی نیست، ولی من تا امروز یک پنی نگرفتم. اگه تلویزیونا می اومدن افشا میکردن یکی یکی کثافتکاری‌های خودمون به خودمون، اون وقت میدیدی که چه جامعه خوبی داشتیم. یکی از دلایلی که کشورهای مثل آلمان و آمریکا و اینها با وجودی که فساد توشه ولی فساد کمه همینه که میان میگن، ولی ما هی قایمش میکنیم، مثل گربه که میره یه جا کثافت میکنه خاک میریزه روش که تازه بمونه این جرم و میکروبا کشته نشه، هی خاک میریزیم رو کثافت خودمون. حالا باز ایشون نوشته که در ضمن آقای سربی خواهشی دارم، گرچه ما ایرانیان به خصوص بعد از انقلاب تابع اخلاق نیستیم و ضبط صدا کاری غیر اخلاقی است. ببینید یعنی قبل از انقلاب ما تابع اخلاق بودیم، شما هم شدید ترامپ Make America Great Again، کی چه روزی ما ایرانیا تابع اخلاق بودیم؟ چه روزی؟ سال 1340 1352 1300 فلان 1310 سالشو به ما بگید. و این چه ملت خوبی بوده که 57 سال پهلوی یک دست گل ماشاءالله یک دست گل درست کرد، آخوندا آمدن مثل طوفان یک شبه همه گلا رو از بین بردن. والا طوفانم که میاد شما وقتی میری از این گلا یکی دو تاش میمونه. آقا جون خانم جون این اشکال بوده قبل از انقلاب، ولی شما جالبه شما به طرف میگی با وجودی که غیر اخلاقیه، حالا یه قدم من میبرم جلوتر، با وجودی که غیر قانونیه ولی این کارو بکن. چرا؟ چون داری شما بشینی اونجا میخوای کیف کنی که این زنگ زده به انصاری به نصر احمدی و نصر احمدی هم فوش کشیده به این، اینم نوارو فرستاده برای من، منم پخش کنم برای شما. اون وقت تازه آقای اکبری میگه این خانباجیه. آقا ما ذاتمون اینه، ما دوست داریم غیبت. ما اصلا یه برنامه رادیو تلویزیونی بود میرفتیم، وقتی میرفتیم تو چیز مینشستیم بعد که در رابطه با برنامه امشب صحبت کنیم، دوستان میگفت آقا غیبت 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 چی داریم؟ غیبت رو دوست داریم، پشت سر این اون صحبت کردن رو دوست داریم، چی دارین میگین؟ این دوست ما که اینقدر از اخلاق از بالا تا پایین صحبت کرد، اینقدر به توهین به آقای زاهد هفلنگ میگه مکانیک، آقای زاهد هفلنگ که گفت که من بچه بودم دیپلمم نگرفتم رفتم جنگ، بعد برگشتم اومدم به خاطر جنگ میخواستم خودکشی کنم، به خاطر جنگ با زنش نمیتونسته درست رفتار کنه. کجا ادعا کرد ایشون دکتر نصر احمدی قانون اساسی دان؟ ولی چون میدونه مکانیک زحمت میکشه پول بازوی خودش میخوره، اون وقت شما بهش توهین میکنی. آقای زاهد مکانیک ممنونم. و ضبط صدا همه جا غیر قانونی نیست، توی آمریکا چون آقای زاهد در کانادا زندگی میکنه نمیدونم تو اون ایالت ضبط صدا غیر قانونی باشه یا نه، ولی مثلا تو ایالتی که من هستم توی ویرجینیا اگه شما زنگ بزنی بابو من نمیتونم صداتو ضبط کنم مگر اینکه به شما بگم من دارم صدای شما رو ضبط میکنم. بله میتونم صداتو ضبط کنم که اگر فردا دادگاه شد، رفتیم دادگاه گفتن آقا شما به این بابو گفتی که من برنامه تو سر ساعت 2 پخش میکنم، اگه پخش نکنم 1000 دلار بهت میدم. اینها بابو میگه، میگم بابا بیا این نوارش، سیستم ما همه صحبت‌ها رو ضبط می‌کنه، این نوارش که ما بهش گفتیم هیچ چیزی در زندگی 100% نیست، اگه اینجا برق بره
من چجوری میتونم برنامه‌تو پخش کنم؟ اون نوار بده. پس این ضبط کردن و ضبط نکردن، اخلاق و قانون رو قاطی نکنید. یه خطی بین اخلاق و قانون هست که بعضی جاها باعث دردسر هم میشه. این از دوستمون. آها، یه دوستی میگه آقای سربی شما اون روز یه عکسی نشون دادید از مجاهدین و خمینی، 20 دلارم فرستاد، گفت این عکس رو نشون بدید و 10 ثانیه هم لطفا روی صحنه بذارید. نمیدونم با این عکس ما 10 ثانیه بذاریم ایشون میخواد چه کار کنه، ولی اقلا یه نفر پیدا شده توی ایرانیا که 20 دلار داده برای 10 ثانیه. اینم الان ما گذاشتیم ببینیم 10 ثانیهش کیه. از حالا میزنیم 10 ثانیه. 10 ثانیه از کامرای 3 شروع میشه، بعد که تموم شد بهش میگیم بیا افکت 2 که سربیه. تبریک مجاهدین خلق ایران به مناسبت تجدید سلامت امام خمینی. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران تجدید سلامتی کامل امام خمینی را که خواست قلبی همه اقشار مردم است به ملت رزمنده ایران تبریک و شادباش میگوید و آرزومند است. یه بار دیگه میاریمش، یه دستانیه دیگه. آرزومند است در سایه طول عمر امام وحدت صفوف خلق در این شرایط حساس هرچه مستحکمتر گردد. مجاهدین خلق ایران تاریخش رو دقت کنید، 13 اسفند 58، نه اسفند 57. اون دوست و همشهری ما که به اشتباه آمد چقدرم اصرار داشت رو اشتباهش که آقا تنها کسی که خمینی را شناخت آقای رجوی مرحوم بود. گفتم آقا این حرفا چیه؟ در اصل ممنونم از اون دوستی که 20 دلار حمایت کردی. البته یادتون باشه وقتی حمایت میکنید میگین اینو نشون بده، اون حمایت نیست، پرداخت کردین برای اون خواستتون، ولی اگه حمایت کنید ممنون میشم. ترامپ و جیمز باند. میدونید که آقای ترامپ از لحاظ خوشتیپی و اینها فکر میکنه خیلی خوشتیپه، خیلی خوشهیکله، خوشصورته، خوشموه، و حالا یه عکسی گذاشتن اینجا مقایسش کردن با جیمز باند. میدونید که در طی سالهای مختلف ما چندین جیمز باند داشتیم. من خودم مثلا از شون کانری یادمه تا این آخری، اون یه راجر مورم بود، حالا یکی دیگه اومده بعد این آقا. این آقا یادمه که اولین جیمز باندیشو با اون موتورسیکلتای بی ام وی بود که بله اینه. در هر صورت این آقای جیمز بانده که داره مشروب میخوره، و اینم شالاتان آمریکا. واقعا نگاه کنید مثل بوزینه، این چیزای زرد هست، اورنج، اورن اوتان میگن بهش، اورن اوتان چیه، نگاه که آب خوردنش دو دستی. بذارید عکس رو بهتون بزرگ نشون بدم. بعضی وقتا من از این دموکراسی دلخور میشم، دلیلش انتخاب شخصی به نام احمدی نژاد در ایران، شخصی به نام این شالاتان ترامپ در آمریکا، حزبی به نام اون چیه توی نمیدونم فلسطین یا تو لبنان اونا که انتخاب شدن، اینا یعنی چیز بود دیگه، انتخابات آزاد. بفهم، ملت با اخلاق. آره آقا ما ملت با اخلاقی بودیم آقای اکبری. یه شبه من به این دوستان شاه اللهی میگم، میگن مردم اینجوری، میگم این مردم که شما میگید یعنی قبل از انقلاب نادان بودن که انقلاب کردن خمینی را آوردن. میگه بله. میگم خب اگر بچه شما بیاد مدرسه من معلمش باشم، یه بچه نادان بی تربیتی بار بیاد، شما چه کسی رو مسئولش میدونید؟ میگه شما. میگم چه کسی معلم مدرسه موشها بود در ایران 57 سال؟ بعد میگه نه آقا مردم نمک نشناسن. یماک صحبت میکنم. خب بذارید ببینیم عکس زاهد کامنت رو نشون دادیم، PSA Public Service Announcement رو گفتیم. برای اون دوستمون که هی میگفت من باید یه چیز واجبی به شما بگم، من رفتم تو تلویزیون Voice of America، آقای فلاحتی قرار بوده به هم زنگ بزنه دیگه زنگ نزده، میگم آقا
من الان دارم توی استدیوی برای خارجی ها کار میکنم. بدبخت ما به این آمریکایی ها میگیم خارجی. انیمه یه روز خارجی بودن اینا. شما پیام بذار بگو من میخوام چه کار کنم، من بهت جواب میدم. چه اصراری داری که من حتما اینجا باشم، این گوشی دم گوشم باشه؟ من اصلا باید یه عکسی بگیرم، یه چیزی اینجوری مثل گوشی بگیرم. حالا اینا مال تلفنی که وصل میکنی به شیشه اتومبیل. بیا من یه عکسی اینجوری بگیرم، شما هر وقت زنگ میزنی بگم که بفرمایید من اینجا هستم. همش باید به هم دروغ بگیم. آقا هستم، پیامتو بذار، پیامو گوش میدم. برات مینویسم نه آقا، یا مینویسم بله آقا، این چیزایی که شما میگی خیلی هم عالیه، بیا مهمون برنامه من باش 10 دقیقه، ربع ساعت، دفعه دیگه اگه خواستی برنامه بذاری برنامه بخر، مهمون خودت باش. بله آزاد است. من نمیدونم چی آزاد. آن اینو از آقای جاماس سوال کردم توی هلند، گفتن که هلند آزاد است، ولی در حین برنامه یه نوش نوشت آقا هلند در قهوه، در کافی شاپا بعضی جاها به اصطلاح آزاده، مثل اون قسمت رد لایتش که فروش بدن آزاده، زنا پشت شیشه وایسادن، اینم اونجوریه، اینجوری نیست که بتونی هر جا بری و اینها. در صورت ممنونم، امیدواریم یه روزم با آقای جاماس به سلطانی صحبت کنیم. خب اینم از این. بله آقای آورم این عکسی که داری، آقای عکسی مثل مال کلاس شیشم منه. من نمیدونم ماها چه اصراری داریم. البته خود منم عکسی روی فیسبوک و اینا دیگه خیلی قدیمی شده، باید یک کمی عوضش کنم. سراب مجاهدین خلق زلفا، اوکی کانفرم میکنیم ببینیم شما چه گلی بر سر ما میزنید. و اما این ماجرای بچه ها رو از پدر مادرشون جدا کردن و ما میخواییم مملکت رو خیلی امن کنیم، ما نمیخواییم اینا، میگه این بچه ها که امروز دارن میان فردا میشن گنگ MS-13. این بچه ها رو که دارن میان دیکتاتورا میگن اینا بیان که فردا 18 سال دیگه بتونن رأی بدن. باورتون میشه ما یه همچین شارلاتانی رو گذاشتیم تو کاخ سفید؟ نمیگه که من و یاران قارمون از این بچه ها پول میسازیم. کجاست؟ ترامپ ادمین. براتون بیارمش. خدایا این عکسارم یه روزی به ترتیب کن. بذار اینجا بزنم ترامپ ادمین. ترامپ ترامپ ترامپ. و بله حالا ببینید چرا این بچه ها رو بردن از پدر مادرشون جدا و چجوری از این بچه ها پول میسازن. اینجا رو شما نگاه کنید، باز برمیگردیم، تو مو میبینی و من هرچی نگاه میکنم مو نمیبینم. Bethany Christian Services, an adoption center with financial ties to Betsy DeVos, has taken 81 immigrant. میگه یه سازمانی به نام Bethany Christian Services. Adoption یه جایی هست که اینایی که بچه های بی سرپرستن و اینا رو میارن. خیلی هاشون آدم های خیری هستن. مثلا میگه بچه هاتون رو اگه نمیخواین نندازید تو سطل آشغال، دنیا اومده بیا بذار دم اداره پلیس، ما هیچ سوالی ازت نمی کنیم، بیار بده به اینایی که آتش نشانی هستن، هیچ سوالی ازت نمی کنیم، ولی این زنده بیار تحویل بده تا ما بدیم به اون خانواده هایی که اینا رو احتیاج دارن. حالا ببینید این خانم که وزیر آموزش پرورشه و تا حالا ببینید چه اشتباهات کرده، اصلا سواد نداره، میلیاردره، و این خانم خواهر مردی هست که اون بلک وادر، اون سازمان مخوف تقریبا مخفی رو که می جنگید تو عراق و افغانستان اون آقا به اصطلاح رهبری میکنه، الان دادگاه دنبالش. میگه که این 81 از این بچه ها رو ورداشته که جدا شدن برده اونجا. most have had no contact. میگه این 81 بچه تا امروز هیچ تماسی با خانواده هاشون نداشتن و میگه they are charging 700 per child per night. $700 بابت هر بچه‌ای هر یک روز میگیرن. شما بهترین هتل واشنگتن که بیاین، نه حالا چرا دروغ بگم، شاید $3000 اینا هم داشته باشه، ولی هتلای خوب اینجا میتونی پیدا کنی $300 $400 $700. اون وقت این بچه ها رو سیمان میخوابن، یه از این پتوهایی که
ترمال بهشون میگن، برای تصادفات و اینا استفاده میکنن، مثل آلومینیوم رو اینا تو قفس هستن. شبی 700 دلار و 81 700 دلار. ببینید این خانم و اون سازمانش چند میسازه و الا کجا این بدبخت ها تروریستن. تا همین امروز که من با شما صحبت میکنم، تعداد به اصطلاح جرمایی که خود آمریکایی‌ها مرتکب میشن بالاترین جرم هست نسبت به خارجی‌های مثل من و شما که قانونن اینجا هستیم و خارجی‌های مثل این بدبختایی که غیر قانونی اومدن. یه جایی بودم طرف گفت آقا اینا چرا نمیرن اسایلم پر کنن، پناهجو بشن؟ میگم آقا جلوی اونجا رو بسته با پلیس، فقط اونایی رو راه میده داخل که ویزا دارن. بعد اینا میبینن اینجا بسته، میگن خب اونجا که مرز وازه، میرن اون و میگیرنشون برای که شب 700 دلار ازشون پول بسازن. داد بیداد، ما گلو خودمون رو اینجا پاره میکنیم برای شما دوستان و از حمایت هم خبری نیست. از اعتراض تا انقلاب، جاماسب سلطانی، مازیار شکوری هم اونو گفت. مقاله جمی سلطانی رو، حالا جاماسب من نمیدونم چرا اینجا اسمش کرده جمی یا جامی، بذارید ببینم میتونم این پیدا کنم یکم اولش رو بخونم. به نظر من خیلی مقاله جالبی اومد. اینجا باز نوشتم از اعتراض تا انقلاب، نمیدونم این حسن روحانی ولمون نمیکنه، هر جا میزنیم این میپره وسط. بذارید ببینیم این یکی چیه. پیداش. از اعتراض تا انقلاب پیدا شد. گفت من در بی نظمیم، یه نظمی دارم، فقط باید به هم وقت بدی تا پیداش کنم. اینو شنبه 11 اردیبهشت 1397 نوشته. احتمالا همون زمانی بوده که من به ایشون تماس گرفتم و خواستم باهاش مصاحبه کنم و ایشون باز مثل ایرانیای دیگه به خاطر اینکه سرش خیلی شلوغه به اصطلاح تماس نگرفته بود، تا اینکه یه روز تماس گرفت گفت آقا من امروز اینو دیدم. من براتون یه پاراگراف از اینو میخونم، بعد شما میتونید پیداش کنید یا برام بنویسید تا یکی دو روز آینده تا برنامه بعدی براتون میفرستم. از اعتراض تا انقلاب، تظاهرات سراسری چه سرنوشتی خواهد داشت؟ این سوالی است که همه تحلیلگران و فعالان سیاسی را مشغول کرده. بعضی آن را انقلاب، بعضی اعتراض و دیگرانی آن را اغتشاش نامیدند. عده‌ای از تحلیلگران گفتند که این یک جنبش است، در حالی که جامعه شناسان از بکار بردن این عبارت خودداری کردند. در مورد ریشه های این تظاهرات کم و بیش همه به ماهیت اقتصادیش اشاره دارند، ولی در باب اینکه آیا دارای یک ذات سیاسی نیز هست یا خیر بستگی به موضع سیاسی خود تحلیلگر دارد. براندازان میگویند آری، مدافعان نظام میگویند خیر. طبقاتی و شهرستانی بودن این اعتراضات هم موارد پربحث دیگری است. اعتراضات بانوان به حجاب اجباری هم یک بعد اضافه‌ای به تحلیل بخشیده. در مقاله در دست به ویژگی‌های تظاهرات دیماه می‌پردازم و استدلال خواهم کرد که حرکتی اعتراضی بود که در حال تبدیل به یک جنبش است و در آینده نزدیک به انقلاب خواهد انجامید. البته اگر پیشتر از آن نظام خود سقوط نکند. ویدیویی هست از آقای مهدی جلالی که می‌دونید ایشون آخوندزاده است و اون میگه که تا 15 سال دیگه نه ایرانی میمونه نه چیزی. بذارید من برای این آقای اینم بنویسم که من برنامه ایشون رو ساعت 4:44 پخش کردم و بهش گفتم که ناراحت نباش، من هرچی هم بد بگم درباره شما به اصطلاح به نفعت هست، چون there is no bad publicity، هیچ تبلیغ بدی وجود نداره و هرچی بدتر باشه شما اتفاقا بیشتر جذب میشید که برید دنبالشو ببینیدش. اینم از این. انقدر براتون دارم ترامپ ادمین رو نشون دادم، دزدی و خدا رو داریم، هزار اشرف رو داریم. دوستان من اگر یه تلویزیون باز کرده بودم سال 2003 ورشکست شده بودم، 2005 یکی دیگه باز کرده بودم ورشکست شده بودم، 2007 یکی دیگه باز کرده بودم ورشکست شده بودم،
امروز می اومدم به شما می گفتم که آقا بیا شما یه پولی به من بده، من می خوام برم یه تلویزیون جدید باز کنم، شما چی می گفتید؟ حالا تازه من می خوام از شما پول قرض کنم. اگر 3 تلویزیون رو به زمین زده بودم، شما امروز می گفتید این سربی دیوونه است، با چه روی میاد از من می خواد پول قرض کنه؟ این یا دیوونه است یا فکر می کنه من احمقم. حالا اگه یک کسی از شما بیاد سوال کنه که آقا بیا روی جانت، روی داراییت ریسک کن و بیا من مجاهد که دیگه الان نه رئیسی دارم نه رهبری دارم، من رو به اصطلاح حمایت کن چون من میخوام 1000 اشرف بسازم. موقعی که یکی بود نگه نداشت، وقتی رفت دومی، دومی رو هم نتونست نگه داره، الان که رفته سومی اشرف سه توی آلبانی، اینم پاش رو هواست. حالا به شما میگی ما میخوایم 1000 اشرف درست کنیم، اون وقت یه نفر یک آگهی برمیداره میگیری دستش، اینجوری ایران آزاد قیام با کانونهای شورشی، قیام تا پیروزی، کانون شورشی 214، کهکشان 97، تیر 97، سمنان. دوستان از خودتون سوال کنید، از خودتون سوال کنید این کانون شورشی 214 کجا اسم نوشته؟ من و شما میتونیم تماس بگیریم، من بشم 215 شما بشید 216؟ اگه به این سادگی میشه تماس بگیریم که اصلا سیستم اینا رو هوا. اگر 80 میلیون ما کانون شورشی داریم، آقای ترشیزی، آقای فیلاوی، آقای ایکس، خانم ایگرگ، چرا نمیرید ایران؟ کارمون خیلی خرابه. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. امروز 120 میشه 2 ساعت با 47 167 دقیقه برنامه داشتم. امیدوارم که در برنامه‌های آینده بتونم همین روش رو داشته باشم که زودتر به اصطلاح اینا رو نشون بدم و از شاخه‌ای به شاخه دیگه نپرم. برنامه ما همین بود. اگه به دلتون میشینه، برای اینکه از دل سخن گفتیم، اگه دوست ندارید و باعث آزارتون میشه، من که شما رو نمیشناسم، شما خودت داری خودت آزار میدی، چرا نشستی و خود آزاری میکنی؟ مازوخیسم داری؟ فردام لابد حتما میخوای بری از بالای دیواری از یه ساختمونی خودت بندازی پایین، بعد صاحب اون ساختمون رو محکوم کنی، متهم کنی که این ساختمون ساخت، من خودم رو انداختم پایین، سوربی تلویزیون باز کرد من نگاه کردم. آقا خانم نگاه نکن، برو مجاهدین نگاه کن، برو تلویزیون رضا پهلوی رو نگاه کن، از ساختمون خودت ننداز پایین، برو اقلا توی دریاچه خودت خفه کن. یه بیچارهی توی آلبانی خفه شده در، یا گویا اونی که رفته نجاتش بده خفه شده، اینم سازمان مجاهدین ادعا میکنه که به ادعای سازمان مجاهدین ما الان 40 سال برگشتیم ایران و پیروز شدیم. پس به ادعای سازمان مجاهدین اصلا اعتمادی نیست. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. روز روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو پی میگیریم، چهارشنبه ساعت 2:30 با آقای چمنارا خواهیم بود. مرسی که با تلویزیون مردم بودید، ممنونم که برنامه سربی با مردم رو تماشا کردید، بیشتر ممنون میشم اگر حمایت کنید.